اند سلام به شما دوستان عزیز، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. TGIF، خدا رو شکر میکنیم که جمعه است و آخر هفته. البته تو ایران جمعه آخر هفته است، توی آمریکا شنبه آخر هفته است و یک شنبه ها اولین روز هفته. بگید ببینیم که صدا و سیمای ما را از چه طریقی تماشا میکنید و چگونه هستند. بذارید ببینم که مثل اینکه ما یه پروگرام رو یادمون رفته روشن کنیم و اونم اسمش هست OBS. یعنی چی؟ Open Broadcasting System، اگه اشتباه نکنم. گاهی وقتی این صحبتهایی که آمریکایی‌ها هی حرفای بزرگ رو از اونوری کوچیکش میکنن ما رو به شک میندازه. اتفاقا اونه که برنامه ما رو روی یوتیوب میبره، فقط اینو گذاشتیم توی یک پوشهی. بذارید از اینجا درش بیاریم. بله، OBS. این BS تو آمریکا خیلی حرف خوبی نیست. لانچ، خب ما که اگه داریم دیگه چرا اذیت میکنی؟ باز شو پس. اگه نداریم، میگه بازه ولی من اینجا نمیبینمش. عجیب، روزگار غریبی است نازنی. ولی یکی دیگه هم باز میکنیم ببینیم چه کار میکنه. بعضی وقتا ما اینا رو که میگیم بد نیست شما هم ببینید. بله، آقای مصباح عزیز از آفریقا میگه من شما را از فیسبوک تماشا میکنم. خیلی خوشحالم که آقا هستید و تماشا میکنید. امیدوارم باشید و حمایت هم بکنید. شما هم بیان برنامه بذارید. این آقای نشون میده آقای ارشاد داره برنامه میذاره روی OBS. بذارید خاموش کنم، یکم قاطی کردم. امروز یکی از کامپیوترها رو بردم عوض کردم، خیلی گرم میشد، گفتیم بابا آتیشمون نزنه. اینه که 4 تا پروگرام رو باید رو 2 تا کامپیوتر به جای 3 تا کامپیوتر ران کنم، یکمی کارا قاطی پاتی شده. خب این تمومش میکنیم. اجازه بدید بهش بگیم استارت، استاپ. اینو برمیداریم میذاریم. بله، یک لحظه ببخشید که اینجوری برنامه با پیچ و خم اجرا میشه. اینم میذاریم ویدیو کپچر. میگه بله. حالا میایم اینجا بهش میگیم که اکس سپلیت رو بگیر. درست شد، به کسی نگین، درست شد. یه استارت اینجا رفتیم که بریم، حالا ببینیم چه میشه. خب باز هم سلام، باز هم درود، باز هم ورود، باز هم خروج، هرچی که بگید. امروز ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، به وقت نیویورک، با آقای امیر حسین لادن هستیم تا درباره موضوعاتی که دوستان سوال کردن و خود ایشون هم به اصطلاح مایل هستند صحبت کنیم. اگر شما هم با دیدن برنامه ایشون براتون سوالی پیش آمد یا نظری داشتید، حتما تماس بگیرید مستقیما یا با خود ایشون یا با فیسبوک ایشون یا با تلویزیون مردم یا با ایمیل تلویزیون مردم، تا در برنامه های آینده، شاید هم همین برنامه امروز، با شما گفت و شنودی داشته باشند. ما امروز به جای اینکه شما هم می توانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، نوشتیم تلویزیون مردم به حمایت شما نیازمند است. این هم امیدواریم که دوستان وقتی می بینن اثر بذاره، وقتی می شنون اثر بذاره. بله، خانم ستاره از سوئد میگه درود آقای سربی گرامی از فیس‌آباد. توی ایران بعضیا به فیسبوک میگن فیسبوک، چون واقعا بعضی وقتا اعصاب آدم رو خرد میکنه، مثل این یه ماشین پشت سر شما بوق بزنه. خب بذارید من اینجا نوشتم آقای مینویی توی برنامه‌اش گفته من در جای خوندم که مردم ایران از همه جای دنیا آزادی مذهب و اینها رو بیشتر داشتن. به احتمال 99، به احتمال 100، به احتمال 120% ایشون منظورش دوره شاه است. آقای مینوی عزیزی
عزیز قربونت برم، به قول آقای آریانپور، آقای مینوی بیا جلو کاکو جون تو من تو گوشت بگم، شاه تیمسار مملکت رو بیل و کلنگ داد دستش، رفتن محفل بهایا رو در تهران ریختن پایین. آخه عزیز من این چه حرفیه که شما میزنی که دوستان زنگ بزنن اینجا بگن چرا آقای مینوی اینو میگه، چرا آقای مینوی اونو میگه. یک کمی بابا خود شاگو ما اشتباه کردیم، خود شاگو به من اجازه بدید باشم از این به بعد دیگه پارتی بازی نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی تا حالا پارتی بازی میکرده. پسرشم ماشالله آقازاده شازده گفت که حتما اشتباهاتی بوده، اگر نبود که انقلاب نمیشد. آقا داماد شاه که وظیفه سنگین جاکشی و پا اندازی هم برای شاه اجرا میکرد، آقای اردشیر زاهدی، بارها آمده گفته ما اشتباه کردیم، غلط کردیم، گوه خوردیم. اون وقت شما باز دست بر نمیداری آقای مینوی. در هر صورت خوشحالم که برنامه‌ات اینجا هست تا مردم ببینن و آشنا بشن با دوستانی که اون موقع طرفدار شاه بودن و حالا هم در آمریکا هستن. آقای مینوی یکی از اونایی که فعالیت میکنه این بر اونور میره، شاهین نژاد میاد میگه من میخوام رنسانس دوباره باز دوباره زایش ایرانیان رو راه بندازم، ایشون پول میده حمایت میکنه، میره در میتینگ ها شرکت میکنه. ولی اینجا هستیم دوستان، ببینید کجا قرار گرفتیم. ما آمدیم عکسی رو که مجاهدین بهش افتخار میکردن سال 2001 سپتامبر 11 11 سپتامبر شیرینی پخش کردن، فلانجاشون چراغ عروسی روشن بوده، میگفتن تو فلانش عروسیه، آمدیم گذاشتیم رو صفحه‌ای که آقای غلام ترشیزی، آقای مجید آذری هست، یک نادانی والله اینا که اسمشون میذاشتن کوروش معمولا طرفدار شاه بودن، این دیگه طرفدار مجاهدینه. گفتم احمق، من اصلا با تو صحبت نمی کنم، تو اینقدر خری که این همه مجاهدا جدا شدن، مجاهدی که 30 سال رفته جوانیشو گذاشته اونجا جدا شده، 5 تا زن تازگی جدا شده. ضمناً بالاخره ماجرای این خلبان رو فهمیدیم، اون خلبانی که خلبان شاه بوده و خلبان بنی سعد بوده و خلبان مسعود رجوی در فرارش بوده و اینها، موقع معزی هرچی اون نبوده، یک زنی رو در عراق اینها میفرستن که خلبان هلیکوپتر بشه. تازه قرارم بوده وقتی میاد تهران ایشون دو سه تا چرخ بزنه و غری بده و اطفاری بده و نمایش بده. اون خانم هم در آلبانی فرار کرده. آخه یکی به این بگی پوفیوز اونی که اونجاست فرار کرده، تو تازه اینجا وای میسی فوش میدی به سوربی؟ اینم از این ماجرا. تلویزیون مردم به حمایت شما نیاز دارد و اینجا نوشته بودم خط میزنم و بلاک کردن و شکایت کردن نداره. حالا شما میگی این دیگه چی؟ ما روز توی برنامه اسم یکی از دوستان رو آوردیم، بلافاصله یه دوستی دیگه از کالیفرنیا گفت آها این دوست شما فوش میده، فوش مینویسه، ما رفتیم دنبالش، گرفتیمش، پیداش کردیم. اینجوری من یکم با خودم فکر کردم توی فیسبوک قرار نیست دنبال کسی بریم دستگیرش کنیم، تله بذاریم، گیرش بندازیم. طرف اومده نوشته من مثل این نادان، من کوروش خوشنامم، یه فوش داده، سوربی هم فوشش داده هم بلاکش کرده. ولی این کار غلطه. حالا به چرا غلطه؟ ما به اون دوستمون گفتیم که دوست گرامی، این دوست گرامی ما اینجوری گفته، گفت آقا فیسبوک من هک شده بوده و یه مدتی دوستان به هم زنگ میزدن میگفتن عکس لختی هست، تو چرا به ما فوش میدی، مگه دیوانه شدی اینا. بعد گفتم آقا من اصلا چیزی نمیبینم اینجا. بعد گفتن حالا بیا و ببین، رفته و از یه ایمیل دیگه استفاده کرده، نشونش دادن دوستان، دیده هک شده. به اون دوستمون دوباره دیروز گفتیم فقط میخوام بهتون بگم لیلا خانم، این برنامه ها که نون و گوشت نمیشه، ببین ما تو چه جامعه هستیم. بنده برنامه زنده دارم، اسم یه نفر میگم، اون دوست دیگه همون ایمیل میزنه که اوه. تازه همون دوست قبلی هم گفت آقا شما برنامه قبل راجع به امید دانا صحبت کردین، این مادر به خطا چنین و چنان. یعنی هر کسی رو اسم میبری اون یکی دیگه شکایت میکنه. درست ماجرای ملا نصرالدین
با پسرش با خرش. حالا چرا 5 تا دست انگوش نشون میدم؟ این که خرش هست و ملا نصرالدین و پسرش، این 5 حالته که دوتاشون سوار میشن و مکافات، دوتاشون پیاده میشن و مکافات، ملا سوار میشه و مکافات، ملا پیاده میشه و مکافات، اون یکی دیگهش چیه نمیدونم. در هر صورت این ماجرای ما. ولی من با اون دوستی که تلفنی دیروز صحبت میکردم بهش گفتم که ببینید، شما اگه یه نفر میاد یه چیزی میگه، مثلا این روزا که هر کسی هر طوری میشه پسوردش یادش میره، میگه جمهوری اسلامی منو هک کرده، یه طوری میشه میگه دشمنا منو هک کردن، با طرف از یک طریق دیگه‌ای تماس بگیری بگید شما اینو گفتی، سه حالت داره. یا میگه بله گفتم، شما بلافاصله فوش بنویس بهش بده بعدم بلاکش. یا میگه من نگفتم. اگه میگه من نگفتم، حتی اگرم گفته باشه، منظورش اینه که الان دیگه غلط کرده، شکر خورده، ولی انقدر چیز نداره که. یا میگه من گفتم اشتباه کردم، مشکل حل میشه. انقدر این مشکلات رو زیادتر نکنیم از این زندگی که هست. امروز یه دوستی، چرا من اینجا نوشتم صبح رویش، یه دوستی بعد از برنامه تماس گرفت گفت آقا من هر چی میزدم روی تازه، میخواییم اتحاد هم به وجود بیاوریم. بله این اتحاد ما خانم دکتر جیلانی عزیز، مثل این میمونه که آقای هادی خورسندی یه کاسه ماس برداشته بود رفته بود کنار دریا نشسته بود، هی میزد تو آب دریا، هی اینجوری اینجوری میکرد. دوستش آمد گفت چیکار میکنی؟ گفت میخوام دوغ درست کنم. گفت آخه با یه کاسه ماست تو میخوای آب دریا رو دوغ کنی؟ گفت حالا خدا رو چه دیدی، شاید شد. اینم همون برنامه من به دوستم میگم خانم آقا من این آقای حمزه پور رو میشناسم، این دلغکه، این جوکره، این جرکه، اینجا بگن جرک، این جرکه اینجا. میگه حالا آقای سوربی شاید شد. میگیم بابا این ترامپ کلاشه، شالاتانه. میگه حالا آقای سوربی شاید شد. صحبت از ترامپ شد. یه دوستی دارم خیلی خانم فرهیخته، دانشمند، نویسنده هست، ایشون من گفت آقای سوربی شما این ترامپ رو از برنامه هات بیرون کن. گفتم والا میخوام بیرونش کنم، ولی اون بیرون نمیره، اون رفته چسبیده به وایت هاوس، اون رو زندگی ما تو آمریکا هستیم اثر میذاره. برای من جالبه شما که تو کانادا نشستی، تو همه آمریکا و ایران و دنیا دخالت میکنی، نظر میدی، ولی به من میگی راجب 20 کیلومتری اینجا نظر ندم. ولی چشم، همین دوستمون راجب قلب و این چیزا شد. راستی امروز سی دی قلب من اومده، میخواستم برای تو برنامه نشون بدم، ولی ندونستم که نتونستم بازش کنم. اگه کسی میدونه این برنامه های قلب و سی تی اسکن و اینا رو چجوری، سی تی ای کورنری آرتریز، اوکی، در حصول. اینقدر برای گفتن حرف دارم که نمیدونم از کجا بگم. خبر خوب برای من، خبر بد برای اونایی که نشسته بودن من بمیرم. اولا مردم گیرم که من امروز رفتم تر خیابون یه ماشین زد من مردم. بعد وقت چه چیزی گیر تو میاد؟ اوکی. ولی امیدوارم قرار بمیرم تقی بزنه و بره دیگه، زمینگیر و تخت خواب بیمارستان اینا نباشه. بالاخره دکترای ما از وکیشن و تعطیلات اینها آمدن، آقای دکتر طاهری، حمید طاهری، این دکتر خوب این منطقه، بعد از 3 بار پیغام گذاشتن، بعد از 2 بار باز سه‌شنبه بعد از تعطیلات و 4 شنبه زنگ زدن، و دیگه روز 4 شنبه با عصبانیت به اون خانمه گفتم این که شدنی نیست که، اگه اینجوری باشه خب من میرم تو تلویزیون میگم 4 نفر دیگه هم نمیان پهلویشون. خانمه گفت که من عذر میخوام، ایشون امروز یه محل دیگه است. اینم یه مشکلیه برای دکترها، یه روز وینا هستن یه روز منسس هستن. خلاصه آقای دکتر طاهری لطف کردن پریشب 4 شنبه ساعت 6 که این بنده خدا هم تا شب کار میکنن، زنگ زدن. تا زنگ زدن گفتن حال شما چطوره؟ گفتیم والا شما دکتری، شما باید به ما بگی حال چطور، حال من چطوره. ولی اگه از من میپرسی، خب آقا آدم نگرانه، مضطربه، 16,000 خورده تا حالا خرج کردیم. ما اگر قلبمونم مثل ساعت سوئیسی کار میکرد،
الان شده مثل این ساعت های کیلویی که خیابون لاله‌زار میفروختن. و گفت که من معذرت میخوام، این حسن آمریکا و حسن اینایی که آمریکا سیستمش رو قبول کردن اینه، فوری تا ببینه یه اشتباهی انجام شده نمیگه تقصیر من که نبوده، تقصیر اون بوده، اول عذرخواهی میکنه. گفت من معذرت میخوام، این نرس ها من نبودم، اینا باید به شما زنگ میزدن. گفتیم نزدن، سه بارم ما زنگ زدیم، هی گفته بهت زنگ میزنیم، زنگ نزدن. ولی خبر خوب برای اونایی که ما رو دوست دارن، گفت آقا شما قلبت برای 62 سال خیلی هم خوبه، یه اینقدر کلسیوم داری، این کلسیوم هم خیلی شمارش بالا نیست. وقتی این 2300 دلار ازت میگیرن، اون عکس سه‌بعدی قلبت رو میگیرن، وقتی کلسیوم داشته باشی، کلسیوم مثل استخون توی اکس ری نشون داده میشه، سفید نشون داده میشه، مثل فیلم سفید سیاه سفید نشون میده، اون گوشت سیاه میشه، قلب و ماهیچه سیاه میشه، این کلسیوم سفید. و اینا میجر میکنن، اندازه میگیرن. گفت مال شما 60، گفت ما زیر 50 اصلا خوبه، خوبه خوبه خوب که صفر، زیر 50 اصلا به طرف میگیم برو خوش باش. از 50 تا 400 معمولیه، مردم بستگی به جغری آفویاشون، به خوراک مامانشون چی بهشون داده، به فعالیتش چقدر حرکت میکنه، اینها بین 50 تا 400. گفت اگه از 400 رفت بالا شروع خطره تا 800، 800 بشه یعنی دیگه این لوله بسته، بدوید بیمارستان. خب رسوبات، بله کلسیوم، کلسیوم رسوبات. خانم جیلانی، ما اگه شما رو نداشتیم چه خاکی باید بر سر میکردیم، خیلی ممنون از شما. بله خلاصه گفت برو خوش باش. گفت حالا بگو ببینم شما چی کار کردی که این ماهیچه سینت درد میکنه. دوستان بدن 600 خورده ماهیچه داره، فکر کنم 260-70 تا استخون داریم، اینا که رشته طبیعی هستن، 600 خورده ماهیچه. خلاصه گفتم والا ما رفتیم چند ماه پیش یه جایی کار کنیم، روزی که رفتیم اون راننده قبلی که این کار انجام میداد گفت این لباس ها چیه پوشیدی؟ گفتیم چی باید بپوشیم، من قرار رقص عربی کنیم. گفت این لباس ها خیلی شیکه، حالا من یه کاپشن مثلا مال 6 سال 7 سال پیش کنه، یه کفش ورزشی، یه شلوار لی ما میگیم، شلوار جین اینجا میگم، پوشیده بودیم. گفتیم بابا همه اینا کهنه است. گفت نه آقا اینجا کیسه آرد ور میداری، آرد میریزه رو خودت، بعضی وقتا هوا رطوبت داره اینجا مثل خمیر میچسبه بهت. گفتیم خب چیکار کنیم؟ گفت یه پیرن معمولی 2 دلاری اینا بپوش، بعدم اینجا وقتی میخوای اینا رو بلند کنی، این 50 پونده، 50 پوند تقسیم بر 2.2 کنید 2.2 میشه 20 خورده کیلو. گفتم آقا من کیسه سیمان 50 کیلویی تو ایران بلند میکردم. گفت من آنچه شرط الاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه الاغ به ما. خلاصه این بنده خدا خداحافظی کرد و رفت سر یه شغل دیگه. ما اونجا هر وقت این کیسه آردار باد ورمی داشتیم، مثل بچه میخوای بغل کنی، اینجوری میگرفتیم همینجوری راه میرفتیم، نمیچسبوندیمش به خودمون، بغلش نمیکردیم که فشارش بیاد رو همه بدن. وقتی شما اینو اینجوری میگیری، مثل این وزنه بردارا، یک کمی هم شکمت میره تو، سینت هم میاد بیرون، خوشحال میشی که من هنوزم بله، حالا درسته اون وقتا 50 کیلو بلند میکردم، ولی هنوزم 50 پوند بلند میکنم. 50 پوند بلند کردن 3 ماه، همانو این ماهیچه ها تنس میشه. تنس چی میشه به زبون فارسی؟ تحت فشار قرار میگیرن. آدمی هم که عصبیه، نروس میشه، میگن این آدم آدم تنسی هست، یعنی خودشو گرفته. شما یکم دستتون اینجوری کنی 5 دقیقه، الان داری برنامه نگاه میکنی، دست چپتو اینجوری محکم بگی، بعد که ولش میکنی میبینی اینجا ها درد میکنه، این همون تنسه. من از همین میگم راحت باشی، ریلکس باشی. ریلکس یعنی وابده دیگه، شل باشو. خلاصه گفت که آقا هیچ چیزی درون خراب نیست، این بیرون، این رو، یا این که اگه میخوای این کار بکنی باید ماهیچه تو ورزش کنی، قوی کنی. اتفاقا من 2 تا دمبل دارم
که 20 پوندی هن. اینو پسرم سالها پیش برای تولدم خرید. خلاصه تازه بعد همونم گفت ببین شما وقتی 20 پوند بلند میکنی میشینی روی این وسایل ورزش، این دستتو میذاری زیر این دستت، اینجوری میکنی، یعنی آماده میکنی اونجا، تو برمیداری اینو همجور راه میری، این در رو بگیر اون در رو بگیر، این بر بپیچ اون بر بپیچ، این بدن تنسه، اولین جایی که ضعیفتره زودتر درد میگیره، هی مردشور طبیعت ببره که هرچی بلان بر سر ضعیف میاد، گفت هرچی سنگه برای پای لنگه، اینجایی که ضعیفتره چون دست چپه، اینجا قوی اینجا قوی، این مایچه ضعیفتر از این وری بوده، این ممه از این ممه ضعیفتر بوده، خلاصه درد گرفته. و ما امروز دو سه تا قرص علیب مینداختیم بالا، صدامون در نمیومد تا روزی که دهن باز کردیم به همسر عزیز گفتیم که ما یه دردی هم اینجا داریم، گو وای 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 پشو برو بیمارستان، تو که بابات اینجوریه تو خانوادت هم این هست، بیمارستان رفتن همانو دو بار سه بار اونجا موندن از این ور سوراخ از اون ور سوراخ و اینا بیش از 16,000 دلار، چقدر چنگ اومد همچین که اسم 16,000 دلار اومد بیارم اینه نوشته به کمک شما نیازمندیم حمایت کنم. خب اینم از این ماجرا، دوباره از فردا میرم سر کار زندگی، این بار یاد میگیری چجوری وزنه ها رو برداری که فشار بهت نیاد، بدن با شما صحبت میکنه، اگه بلند کمر دولا کردی یه چیزی برداشتی کمر درد گرفت بهت میگه هی هی با زانو از پا دولا شو این وزنه رو بردار، اگه برداشتی بازم درد میکنه میگه هی کمربند ببند. خلاصه مواظب سلامتیتون باشین، do not take it for granted، فکر نکنید اینه به فارسی چی بگین، دست کم نگیرید، فکر نکنید خب من که سالم هستم، آمریکایی‌ها میگن من و شما جوجه های دیروز نیستیم، یعنی جوون نیستیم، we are not spring chicken، یا در هر سو. و اما نه یه خانم، ما از شما بیشتر از این انتظار داشتیم، شما حرف ساده آقای آریانپور رو یه جور دیگه شنیدی و بر اساس شنیده خودت آمدی یه جور دیگه به ما صحبت کردی. من این الان به شما نشون بدم. شما دوستان اگه برنامه روز دوشنبه، روز چهارشنبه، امروز جمعه است، بله، اگه برنامه روز چهارشنبه رو ندیدین حتما برید تماشا کنید. آقای آریانپور لطف کردن مهمان برنامه ما شدن و درباره خاطراتشون، دوره خدمتشون در سازمان در نیروی دریایی صحبت کردن و گفتن، به ما گفته بودن یک خط فرضی، این نقشه این پایین نگاه کنید، یک خط فرضی از شرق ایران بالای نقشه به غرب ایران بکشید، نگاه کن، از این میشه شرق، نه این میشه شرق میره پاکستان و اینها، غرب میره کردستان و اینها، از شرق تا غرب بکشید دوستان و ببینید این دریای مازندران اینقدر مال ما بوده. خانمی که از من میپرسه آقا با این پسره که زیر ابروشو برداشتی چه مخالفتی داری؟ عزیز من باهاش مخالفتی ندارم، ولی شما اگه موافقت داری من از شما باید بپرسم چرا نمیری دنبالش؟ برو دنبالش. من نمیفهمم این چه مرضی ما گرفتار شدیم که هر کی نظرشو میخواد بگه بهش میگیم چرا نظرت اینه، نظر من اینه، نظر شما فرق میکنه، برو دنبالش. این آمده برای من میگه که این دریای خزر 50% مال ماست. آخه چجوری میشه، چجوری میشه این 50% مال ما بوده باشه؟ آقای تیمسار آریانا، تیمسار دوره شاهنشاهی ایران، میاد میگه انقدرش به ما گفتن پاتو اونور نذار. حالا ببینید خانم نیر، خانم عزیز، همشهری و خواهر گرامی من چی نوشته، براتون میخونم که ببینید این آقای نادر نادرپور یک بار درست گفت. گفت اشکال ما عوضی شنیدن و عوضی گفتن است. با درود جناب سربی، حرفای آقای آریانپور را شنیدم. نمیدونم چرا بعضی از ما فقط بلد هستیم که منفی باشیم، برای که ایرانی هست. خب وقتی که نصف دریاچه متعلق به ایران بوده
خب خانم، شما فرض مسئله رو غلط شروع کردی، بر اساس فرض غلط نتیجه و جواب غلط میگیری. شما میگی وقتی که نصف دریاچه متعلق به ایران بوده، کاکو جون ما این آقای آریانپور رو آوردیم، وقتشو گرفتیم، مزاحمش شدیم که به من و شما بگه نبوده، والا بلا نبوده. 50% گور پدر این آخوندهای جاکش. اون وقت شما میگی وقتی که بوده، مسلم هست که باید کسی حق ندارد وارد آبهای دیگران بشود. و بعد ایشان درست گفتن، روسیه از ضعف و بی‌عرضگی حکومت ایران استفاده کرد و تجاوز به حقوق ملت ایران نموده و همیشه روسیه میخواست که امتیاز نفت شمال را بگیرد و روانشاد قوام السلطنه با همین حیله روسها را از آذربایجان بیرون کرد. البته تهدید آمریکا هم بود. ما آن موقع چه سیاستمدارانی داشتیم و حالا چه کسانی را داریم؟ لعنت بر روسیه و حزب توده، بگذاریم. بعد از مدتها من برنامه شما را نگاه کردم که آن هم باعث ناراحتی بود. با ارادت همیشگی نیه. خب خانم نیه خانم، اگه شما برنامه سربی کمدان و نادان رو نگاه کنی، اولا افرادی رو که میاریم دانا هستن، به من و شما یاد میدن. اشکال شما اینه که میری برنامه آقای سعید قاضی سعید رو نگاه میکنی، روزهای زندگی، زن روز، خانمی هستم دختری 88 ساله، هرچی خواستگار داشتم، انقدر بد اخلاق بودم گفتم نه، حالا موندم اینجا، حالا چی کار کنم. اون برنامه ها رو نگاه میکنی، اونا دروغ میگن، بی سوادن، کم سوادن، شما قبول میکنی، بعد که میای اینجا ناراحت میشی. ضمناً بذار ما یه چیزی به شما بگیم. گور پدر روسیه، گور پدر آخوندا، آفرین به این شاه. ما 100% دریای خزر رو داشتیم. دوستان، کدام یک از شما شیلات شمال، ماهی جنوب، خاویار، نمیدونم اوزون برون فلان چی چی رو میآوردن به شما میدادن؟ چه فرقی میکنه برای من که 100% داشته باشم یا 0%؟ میگه قابلمه ای یا دیگی که برای من نمیجوشه، بذار سر سگ توش باشه. البته این دوستان کره‌ای سگ میخورن، میگن هم خیلی خوشوقت خوشمزه. خب خانم لیلا میلانی میگه این ایرانی ها هیچ وقت آدم نمیشن، درست مثل آقای کاووسی. شما وقتی اینو میگی، اگه بگی ما ایرانی ها آدم نمیشیم، میگم آها، این خانم لیلا خانمم نمیدونم اون روز وایستادی نقنقای منو گوش کنی یا حرفتو زدی یا در رفتی. اون روز من چهارشنبه یه مش به شما نق زدم، منتظر بودم شما دو تا پیام درست حسابی بذاری من امروز در برنامه پخش کنم، نون و گوشت برسه به مردم ایران. وقتی شما میگی این ایرانی ها، یعنی من از اینا نیستم، من از اون ایرانی ها هستم. اولا بیان شما برای من اون ایرانی هایی که شما و آقای کاووسی هستین، البته خانم لیلا با کاووسی هم دشمنی، برای من بگید شما ها کی هستید که خودتون ایرانی نمیدونید ولی هر جا پاش برسه رگاتون میزنه بیرون، از ایرانی زودتر عصبانی میشین. اقلا مثل این سربی نادان شما بگید کارمون خرابه، بگید ما ایرانی ها. برنامه چهارشنبه رو نگاه کنید، در رفتم، sorry it was boring. آها، شما به اونجایی که حرف حساب شد در رفتی، اشکال همینه. مثل این که سر کلاس درس باشم، من طرف داشته باشه صحبت کنه، من بلند شدم میگم آقا این مزخرفات که میگی به درد من چی میخوره؟ تا معلم برمیگرده رو تخت بنویسه که کی به دردت میخوره، من در در باز کنم رفتم سینما. این میشه شاگرد بعد، چیزی یاد نمیگیریم. شما لطف کن امروز 3 روزم وقت داری، برنامه چهارشنبه رو یکی از دوستان لینک یوتیوبشو بذاره اینجا، اکبری فضائل عزیزان، یکی از دوستان، شما اونو آخراشو نگاه کن. بعد از اینکه اون دوستمون صحبت کرد از خلیج فارس، سربی گفت چه خوب شد که این لیلا خانم با پای خودش اومد تو دام من و من صحبت کردم. اونا رو گوش کن، بعد پیغام بذار برای من، بعد اصلا دوشنبه بیا مهمون ما باش. البته دوشنبه دعوت کردم از آقای دوشنبه 2:30، آقای جلیل مرتضوی رو داریم به احتمال 99%، ساعت 3:30 به احتمال 50% آقای پرویز مینویی رو، اگه پیام منو بگیره، اگه وقت داشته باشه، اگه قبول کنه که مهمون ما باشه. آقای سربی، منظور من در کل بود،
اکثر ایرانی ها از خود متشکر هستند. سوم شخص جمع، هستم، هستی، هست، هستیم، ها؟ درسته؟ هستید، هستند. سوم شخص جمع میگی عزیزم، بکنش اول شخص جمع، هستیم. بله، بیشتر ایرانی ها از خودمون متشکر هستیم. شیرازی ها میگن چوستچر، نمیدونم چرا. آلمانی ها میگن هخنازه، اینجا سناب میگن. درست میگن؟ این خانم لیلا خیلی انگلیسیش بهتر از منه، ولی تنبله. اگر میشنست یه برنامه میذاشت، یه رو ستاره خانم رو دعوت میکرد، یه رو بدوی همدیار رو دعوت میکرد، یه رو نیلوفر. این نیلوفر میومد بدبخت، اینقدر زحمت میکشید، برنامه میذاشت، حقیقت رو میگفت که آقا این بهایی ها زمان شاه هم کلک زدن، میدون شهیاد رو ساختن، سمبل بهاییت و نوت و پنجره و اینا، ملت فوشش میدادن. ویدیوهاش دیویستام نمیدید، دیویستام نمیدید. حالا میاد دستور پختن لوبیا گرم به روش عرق فروشی های تهران رو میذاره، 40,000 نفر نگاه میکنن. آقای غلام ترشیزی، بهت گفتم یه روز غلام ترشیزی من گفت که آقا تو که ویدیوهات 300 نفر میبینه. گفتم من افتخار میکنم، شما ویدیوی سازمان مجاهدین رئیس بنگی و معتادشو میذاری بعد از 4 سال شده 200 تا، ویدیوی آقای فیلابی رو میذاری بعد از 6 سال شده 150 تا. ولی بهت گفتم اگه میخواین ویدیوهاتون زیاد دیده بشه، لازم نیست تنبونتونم در بیارید، یه فندک بگیرید دم کنتون، وقتی که بادی ازتون رها شد فندک بزنید، این آتش میگیره، اون برای اون میفسه، اون برای اون میفسه، اون برای اون میفسه، یه دفعه 40,000 تا میبینید. البته حالا خدای نکرده توهین نکرده باشین. خانم میلانی میگه I love your laughs، میگه من خنده های تو رو دوست دارم. من از شما ممنونم که تو این دور و زمون، تو این شرایط مشکل کاری میکنی که یه لبخندی هم به لب من بیاد. ولی وقتی من اون روز به شما نق زدم، دوستان گفتن که آقا اینقدر به خودت فشار وارد نکن، استرس به خودت وارد نکن. مثلا اون دوست اون که نویسنده است گفت که من میرم ورزش میکنم، بعد میام اینجا، شما به اصطلاح همسر و بچه و نوه و اینها داری، تو رو خدا مواظب خودت باش. وقتی اینو میگن یعنی ایشون همسر نداره، بچه نداره، نوه نداره. و بعد ایشون آمد که یک ویدیو، او خانم میلانی ببین وای میسی به جواب میگیری. اون روز دوستان گفتن آقا در برنامه ختم مکین خانم هیلری کلینتون و همسرش هم بیل کلینتون بودن، و درست هم گفتن. اگه شما نگاه میکردی اوباما رو میدیدی، میشل اوباما، بعد جورج بوش، بعد اون لورا پدوزنش، بعد اون بیل کلینتون و هیلری کلینتون هم اونجا بودن. شاید دقت نکردی. در صورت وایس و در نرو، وقتی وایسی مقاومت نشون بدی باور کن بهتر یاد میگیریم و دوستای بهتر میشیم. ممنون، متشکرم. بله، این دوستمون برای من نوشته بود که مکین آمده با یک خانومی که از خودش 18 سال جوانتر بوده ازدواج کرده. گفتم خانم مکین 2 هفته است مرده، 1 هفته هم رفت زیر خاک، ولش کنید. شما این پیرسگ شارلاتان ترامپ رو ببین، آقا چه دردسری افتاده. نیویورک تایم از اون بر، واشنگتن پست از اون بر، کتاب اون آقای بگو دیگه وودور باب، رابرت باب بادر، از اون بر پدرش رو در آوردن. طوری شده میگه من میخوام دروغ سنج بذارم. این آقایی که میگه من آدمای خوب زیاد میشناسم، همه این آدمای متخصص رو میارم، اینا نادانن، بلد نیستن. آدمای خوب و متخصص نتونست بیاره هیچی، همین 4 تا کورکچلی هم که اینجا بودن الان به جای رسیده که داخل وایت هاوس اینا رو جمع میکنه، بهشون گفته من به هیچ کدومتون اعتماد ندارم. خبرها از داخل وایت هاوس لیک میکنه، درز میکنه به خارج، و قرار شده دروغ سنج بذارن. شما اگه یه شرکتی کار میکنی بهت بگن ما میخوایم یه دروغ سنج بذاریم، شما اگر دروغ گفتی نمیتونی بیای تو، حاضری وایسی برای اون شرکت کار کنی؟ خداییش من حاضرم، چون من دروغ خیلی نمیگم. اگه میتونستم دروغ بگم وضعم الان خیلی خوب بود، ولی راضی هستم. این وضع خوب خیلی چیز نداره. اینایی که وضعشون خوبه نگرانن،
شب و روز نگران پولشون رفته بالا، پولشون اومده بالا، استاک مارکتشون رفته بالا، نمیدونم زمینشون ارزون شده، خونهشون. ما هیچی نداریم. سعدی بیچاره گفت هر که بامش بیش برفش بیشتر. ما نه بامی داریم نه برفی داریم. من از همین شیراز 7 سال یه بار برف میاد. خب آقای سوربی، I bet your bottom dollar that Trump will be the winner of 2020. من اون دفعه شما گفتید، من گفتم شرط بندی نمی کنم چون با شما هم عقیده هستم، ولی معنیش این نیست که ما هیچی نگیم. خیلی ها گفتن این آقای کابینت، کی اسمش؟ برت، داره انتخاب میشه برای نهمین قاضی دادگاه عالی. خب اینای دیگه چه دارن اعتراض میکنن؟ اینا که بالاخره میدونن تعداد ریپابلیکنای مزدور، یعنی واقعا مزدور، یعنی پول میگیرن بعدن که پول گرفتن دیگه از کورپوریشن ها که این آشغال بفرستن داخل، پس چرا اونا میگن؟ ما اینو میگیم، اونا اینو میگن که تو تاریخ بمونه که آقا این خانم اعتراض کرد، آقا سوربی اعتراض کرد، سوربی گفت. حالا اگه این 2020 قبول بشه، تازه تا اون موقع هم چنان دیکتاتورشیپی رو جا انداخته باشه که بگه من میخوام دوره سومم باشم یا مثل چین تا میخوام تا آخر عمر باشم، اون اصلا مسئله ما نیست. مسئله ما امروزه که این آقا حتی به داماد خودش، حتی به دختر خودش، حتی به اون مشاورش، حتی به اون مسئول وزیر دفاع، حتی به وکیل خودش، به هیچ کدوم از اینا 12 نفر رو شورت لیست آورده که میگه باید دروغ سنج بذارید. بعد میگن آقا غیر قانونیه، شما نمیتونی، اینا کارمند فدرالن، شما نمیتونی به کارمند فدرال، اگه اینجوری باشه فردا کارمند استیت و اینا به طرف میگن بیا اینجا، طرف صبح زنگ میزنه دروغ میگه، میگه من بچه‌مو میخوام ببرم بیمارستان، داره میره مثلا کار کنه یه جای دیگه. اینه. ولی بدم نیست آقا که وقتی میخوان یه کسی رو استخدام کنن، مثلا اگه میخواد کش رجیستر بشه، پشت صندوق باشه، ازش سوال کنن که شما اگه پول دم دستت باشه یه وقت حواس میکنی پولم کش بری؟ اگه گفت بله، میگن خب برو دنبال کاره. ولی مهم اینه یا مشکل اینه، آیا کسی رو پیدا میکنن که راست بگه و بگه من اگه پول دم دستم باشه دزدی نمیکنم؟ سالها پیش ما یه راننده‌ای داریم، آقا رضا اسمش بود، برت کاونوف، یاره اون جی اچ آخرش هم خونده نمیشه، خیلی ممنون. این آقا خب حالا داداشای من براش چه لطفی کردن، ما چه لطفی کردیم، اینا بمانه. یه زمانی بدونی که به ما بگه کلید کامیون ما رو برداشته بود، رفت بود برای یه ایرانی دیگه کار میکنه. بعدش گفتیم خب آقا تو آمریکا که میان کلید رو میدن، خداحافظی میکنن، میرن. بعض وقتا ما به جایی که بگیم وایس جمعه حقوق میدیم، دوشنبه چهارشنبه میدیم، میگیم بره دیگه، نه قیافش ببینیم نه اون بخواد معطل ما بشه. چرا شما این کار کردی؟ گفت خب من دزدی کردم. گفتم والا این کاری که شما داری میکنی، بعدم حاجی شد، گفتم شما این کاری که داری میکنی با دزدی هم هیچ فرقی نداره، چون ما اینجا صندوق پولی نداشتیم، جنسی نداشتیم، نمیدونم کالباس و نون و برنج و گوشتی نداشتیم، میبینیم شما دزدی نکردی، اگه داشتیم شاید دزدی هم میکردی. این هم یه مشکلیه که باید در موردش صحبت کنین. آقا ترامپ مونده و حوزش. و اما آقای حسن ارشاد روزای جمعه ساعت 4 بعد از ظهر برنامه داره، الان نقل 196-197 هست، ولی این هفته باز کار داشته یا مشکلات اینترنت و تلفن و به اصطلاح ضبط و اینها بوده، نتونسته برنامه جدید ضبط کنه و یکی از برنامه‌های قدیمیش رو پخش میکنیم. بعضی وقتا هم بد نیست برنامه قدیمی رو که ببینیم، هم شما میبینید این آدمه چقدر تغییر کرده، هم میبینید که مثلا حرفش همین بوده، اون وقت حالا همین حرف رو زده روش وایساده. ساعت 3 بعد از ظهر هم که بهتون گفتم میریم سراغ آقای امیر حسین لادن. آقای رضا مشایخی، میدونید یه مدت هم ایشون خیلی جالبه، من خیلی از این دوستان اول میان دوست ما هستن، بعد میرن دشمنمون میشن، بعد میرن با دشمنامون، بعد برمیگردن دوباره دوستمون میشن. رضا مشایخی بچه یاسوجه اگه اشتباه نکنم، کازرون و یاسوج و اینها، و باباش هم سپاهی بوده،
این سپاهی و اینا دوستان همشون آدمای بدی نیستن، خیلی از اینا کسایی بودن که از زندگیشون گذشتن رفتن این مملکت رو برای من و شما حفظ کردن خداییش، و خیلی از اینا بدبختا بعد از جنگم چیزی بهشون ندادن، طرف شهید شد به خانوادهش چیزی ندادن، همین کروبی لعنتی برید ببینید چی کار کرد به خانواده شهدا، طرف جانباز شد، معلول شد، شیمیایی شد، بهش چی نکردن. ولی این خلاصه پدرش هم دو سال پیش بنده خدا مرد و آقای مشایخی رفته بود دوباره سراغ مجاهدا، گویا وقتی هم خواسته از ایران بیاد یا اولی که اومده با مجاهدا بوده. بعد حالا دیروز یه چیزی نوشته بود، حقیقت من متوجه نشدم، نوشته بود دو شب پیش یا منو گرفتن یا منو بردن یه جایی، نوشته های 3 سال قبل منو نشون دادن که نوشته های آقای مسعود خدابنده رو گذاشته بودم اینجور و اونجور، بعدم آقای خدابنده گفته آقا من پشت نوشته های خودم خودم هستم، پشت گفته های خودم خودم هستم، و اگه شما مشکلی داری با آمریکا و با مجاهدین و اینها اون مشکل شماست، اگه اونا با من مشکلی دارن اینا میدونن من کجا هستم، تو انگلستان، هم سفارت آمریکا میدونه من کجا هستم، هم انگلستان میدونه من کجا هستم. در اصل خوشحال میشم رضا مشایخی اگه برنامه منو گوش میدی یا میبینی یه پیام 2 دقیقه‌ای بذار مشروع به ما بگو که آقا چی کاره هستی، شما میخواستی بری سپتامبر مجاهدین رو ببینی، مریض شدی، حالا شاید این مریضی هم یه خیریتی داشته برای شما که بفهمی بابا این مجاهدین اون مجاهدین 50 سال پیش نیستن، اینا یه فرقه زپرتی وامونده هستن. و من هنوز تعجب میکنم که یه دکتر فیزیک ما، یه فیزیست ما آقای گلن ترشیزی دنبال اینا، آقا 2 تا برادرت 3 تا برادرت کشته شدن روانشون شاد، اون بند خدا اون موقع که رفتن دنبال آمال و اهداف و آرزوهایی بودن که امروز نیست تو سازمان مجاهدین. شما امروز که نیست رفتی چسبیدی بهشون، تازه نچسبیدی هم، مثل اینایی که پشت وانت بار میچسبن همینجور داری میری که هر وقت اینا پلیس گرفتشون شما بپری پایین در بری. در صورت این هم از اون You have to give Trump credit at the age of 72 he is standing tall and strong. شما اگر دکترای این آمده بودن گفته بودن که این از صبح تا از چه قرصایی باید بخوره، چه چیزایی کجاش باید بچپونه تا بتونه اینجوری باشه، بعدم آقای اجلالی 80 سالش عزیزم، اسمشو بزن توی یوتیوب نگاه کن، از صبح تا عصرم پا به پای کارگراش کار میکنه، کار ساختمونی. ولی شما دست ترامپ رو نگاه کن، مرده که روزی 12 تا دایت کوک میخوره، شکرش و انرژیش به هر مردهی بدی شق وای میسه. این کردیت برای سلامتی جسمی که نداره هیچی، سلامتی روان که نداره هیچی، اونو بذار کنار. خب و اما بله، رضا مشایخی تبریک بهش میگم اگر از سازمان مجاهدین جدا شده و بیاد برای ما توضیح بده. این ماجرای بلاک کردن و شکایت کردن نداره رو یک بار دیگه میگم دوستان، هی به این و اون زنگ نزنید، شکایت نکنید که آقا فلانی اومد به من فوش داد من رفتم، بلاکش کن یا بن کن. بن یعنی این دیگه نمیتونه اونجایی که شما هستی نظر بده. بن به فارسی چی میشه؟ یه جوری میشه مثل محدودش میکنی، مثلا میگن فلانی بن شده از این که بره توی اون محل، یعنی ممنوع شده. اصلا نمیدونم اینایی که این چاه ها رو درست کردن، راه هم درست کردن، شما از راه کنارش بری تو چاه نمیافتی. و اما ببرمتون سراغ عکس ها، 45 دقیقه دیگه میبرمتون سراغ آقای لادن کریمینال. دیدید که میگن هر مسلمونی تروریست نیست، ولی هر تروریستی مسلمونه. اینم یه چیز غلطیه که چند سال آمریکاییای به اصطلاح آمریکایی مغرض اینو رایج کردن و همه هم میگن، ولی همچین چیزی نیست. اولین ماجرای تروریستی آلمان آمریکا سال 95 بود، من دقیقا یادم کجا بودم، تو ماشین بودم، گفت فدرال بیلدینگ فلانجا منفجر شده، اون مرد جوانی کی بود، مکی کی بود زد یه مش بچه هم کش، چون پایینش کیندرگاردن بود. شما این دوتا قیافه رو نگاه کنید، این نوشته چهارشنبه white supremacist
اینایی که نجات پرست هستن مثل هیتلر فکر میکنن که سفیدا عقل کلن، مثل آقای رضا شاه فکر میکنه ما نژاد آریایی هستیم باید اسم ایران رو بذاره ایران، مثل ایرانی های دیگه که میگن هنر نزد ایرانیان نست و بس. بنجامین مکدال، این مک وقتی میاد اینا معمولا آیریش هستن، مال ایرلند هستن. این ایرلندی ها اگه شما دو سه جنریشن بری عقب آمریکا اینا رو میگفته آشغالای ایرلندی، بهشون کار نمیدادن. بعضی جاها می نوشتن سگ و سیاه‌پوست و ایرلندی نیان داخل این بیزینس، این کافه. وقتی آگهی استخدام میذاشتن میگفتن ایرلندیا تقاضای کار نکنن، ما استخدامشون نمیکنیم. حالا این آقا با این قیافه میگه که بنجامین مکدال was arrested for plotting a mass shooting. میگه این آقای گل 16 پلاد یعنی برنامه ریخته بوده، mass shooting یعنی کشتار همه چی میگن همه جانبه که نه، کشتار دست جمعی، shooting یعنی تیراندازی دست جمعی against black and Jews. میگه میخواسته سیاها و کلیمیا رو به اصطلاح بکشه. و این یکی ترزده، ببین این چهارشنبه اینو گرفتن، پنجشنبه اینو گرفتن. ترزده مارک بارنت was arrested for plotting to plant 10 bombs. میگه این آقا رو گرفتن به خاطر اینکه داشته برنامه میریخته که 10 تا بمب ببره توی فروشگاه های تارگت، اینم کجا؟ طرف شرق آمریکا. حالا میگه نات مسلم، میگه اینا نه مسلمونه، نه پناهنده هستن، نه مهاجر هستن، نه سیاه هستن، نه قهوه‌ای هستن. They are white American. Trump hasn't mentioned either of the men. میگه ترامپ شالاتان هیچ کدوم از این دوتا رو تو این سخنرانی‌هایی که میره حتی اسمشون هم نمیگه. حتی اینو شما تو نیوز هم نشنیدید. America. This is what hypocrisy looks like. این هیپوکراسی اینا، کسایی که یه چیزی میگن یه چیزی دیگه عمل میکنن، آدم های درو و درنگ، آدم هایی که حرفشون با عملشون یکی نیست. اینم از این. شما هم دوستان اگر چیز جالبی دارید، نه مثل آقای خزایی برام ایمیل میفرسه، همه لینک ها بروکن، بعد میگم آقا اینا شکسته، اینا چیه، اقلا برام بنویس درباره چیه، شاید یکی دیگه فرستاده باشه، بگم نمیخوام. میگه نه آقای صوبی، برات توی مسنجرم فرستادم. میگم ای داد ببین، من از درد حسین اندر کبابم، آقای خزایی اندر از یزید میده جواب. ما میگیم اینجا حمایت مالی میخوام. آقا این خبرهایی که شما با تلفن نگاه میکنی، من اینجا صبح تا عصر با این کامپیوترها دارم نگاه میکنم. بذارید من ببینم میتونم اینو این میکروفون بلنگو کنم به شما نشون بدم. ببینی اینجا ما چند تا، نمیخوام دیگه بابا دیگه، وقتی میگیم قبول کنیم، ما 4 تا 5 تا کامپیوتر روشنه، یکیش رو سی ان ان، یکیش روی فاکس نیوز، یکیش رو خبرهایی که مثل اون وقتا میگفتن نیوز چی میمد بیرون، اینجوری یه نوارای میمد بیرون مثل اینه. خب حالا شما یه تلفن گرفتی دست، هر خبری رو میبینی تقی برای سوربی نفرست. اگه قرار شد گفتیم آقای خزایی شما روزی 3 تا برنامه 3 تا موضوع برای ما بفرست، 3 تا بفرست، بعدم بنویس چیه بالاش، بنویس این ترامپ مثلا با برادر خانم با نه که تقی برای من بزن بعدم دست پاشه کسته. مثلا شما دوچبله رو برای من میفرستی، من این دوچبله رو وقتی باز کنم یه صفحه بزرگ، خب چیه؟ خیلی ممنون، تا امروز من دوچبله، منی که آلمان بودم، منی که دوچ صحبت میکردم، نمیدونم شما برای من صفحش فرستادی آگاه شد. یا این دوستون آقای سلامی نوشته ما باید مردم رو آگاه کنیم، همون دوستون اون خانم نویسنده هم نوشته ما مردم رو آگاه کنیم. گفتم خیلی ممنون، این سوربی تا امروز نادان بود، شما اینو نوشتی آگاه شد. تو این سیستم کانادا، تو این سیستم آمریکا که شما به ترامپ فوش نمیدی ولی به جان مکین، به جورج بوش، به اوباما، به کلینتون، به خدا، به پیر پیغمبر فوش میدی، این سوربی که امروز آگاه شده میخواد چه غلطی بکنه؟ مگه ما نداریم بیچاره سوربی؟ نه بیچاره شما که گرفتار عقل شدید، خوشبخت سوربی که خرامد و لاغ رفت.
شما چه اصراری داری اینه که خوشحاله، اینه که خره، یونجه هم میخوره گاهی وقتی هم ارگوزی میکنه، اینو میخواین آگاه کنید. بعد حالا آگاه شد چی بشه؟ مثل شما رنج بکشه؟ البته ایشون میگه نه من ورزش هفتگیمو میرم. براش نوشتم خانم این آقای هارپر رو نگاه کن، این از صبح تا از تو جیم بود، به این و اون هی فخ میفروخ، بازوش اینجوری، دستش اونجوری، تلپ افتاد، شانس برد، اگه یه نفر اونجا نبود این مرده بود. بعد که مردکه رو آوردن نگاه کردن دیدن اوه اوه قلب خراب، حالا اومده میگه برنج بخوری، نون بخوری. شما نمیدونید چه بیزینس هایی از بین برد، ورشکست شدن به خاطر این مردک نادان. آخه کسی که نادانه که نمیدونه نادانه، همه که اون ابو علی سینا و اون دانشمند و اون فیلسوف بزرگی که گفته تا به دانجا رسید دانش من که بفهمیدم همین نادانم که نیستن. طرف اینقدر میدونه فکر میکنه همه چی رو میدونه. این خانم فریما برای من نوشته این آقای چی خلاف گفته. میگم خلاف نگفته، اصلا این خلاف دنیا اومده. بعد من نظر خودم میگم، میگم کسی نمیتونه از خارج بشینه اینجوری ارگوز کنه، بلندشو بره ایران اگه میخواد غلطی کنه. بعد برای من واحد متر مکعب آب مازندران بگه، خب حالا خوب شد یه متر مکعب داریم میتونیم غسل کنیم. شما اگه اینو قبول کردی برو دنبالش. بعدم سعید کاووسی اینو گذاشته، به سعید کاووسی، به دوست بگو اینو چرا گذاشتی، تبلیغش کن، پول بفرست برای سعید، سعیدم پول بفرست برای اون، انشالله برید ایرانو بگیرید موفق میشه. صبح رویش، صبح رویش یه سازمانیه که 80-90 نفر از این بچه های کوچولوی خیابونا رو که هی عکساشونو برای هم میفرستیم فوش میدیم با آخونده. اوکی آقا فوشه رو با آخونده بده، گور پدر اول تا آخرش، اصلا گور پدر اون کسی که آخونده رو پرورش داد در ایران کیه؟ اوکی. ولی این بچه ها رو یه سازمانی اومده جمع کرده، میگه ما بهشون یاد میدیم که برای این و اون کار نکنید، مواد مخدر نبرید. یه فیلمی دیدم اتفاقا شیرازی هم بود، اون آقایی که نقش معتاد و اینا رو بازی میکرد، که بعد پسرش رفت یه جایی مواد مخدر جابجا میکرد و اینا، برای که نمیدونست به بچه 10 تومن میدن، میگن بیا آب نبات میخوای، بله این آب نبات، حالا این ببر اون ور خیابون که اگه گرفتنش این خودشون گرفته نشه، این میخواد یادشون بده اگه خواستید به اینا کمک کنید. میگه 50,000 تومن، 50,000 تومن الان میشه 3 دلار، حالا بگو 5 دلار، حالا بگو 10 دلار در ما. شما اگر بفرستید، نه به سربی ندیدا، سربی اگه بدید گردن کلوف میشه، اینقدر چلو کباب میخوره قلبش وای میسه. خودتون تماس بگیرید با سازمانایی که قبولشون دارید. آها از خانم نیر سوال کردم، خانم نیر مشکل شما با این سگهای گیلان و اون سازمانی که چیز بود و اینا چیه؟ آها اصلا من یادم رفته این برنامه رو روشن کنم، ببخشید اونایی که اگه تلفن زدید ما نبودیم حالا اومدیم. میبینم این باید رنگش وقتی روشنه، البته باید رنگی درست میکردم، رنگش عوض شده باشه، نشده. حالا دیدم اصلا من روشن نکردم، حالا 13 ثانیه روشن کردم، اب ندارم. خلاصه نایر خانم میگه که من یکی از دوستان میخواسته سگ بگیره، گفتم نریم سگ بخرید. شما وقتی میرین سگ میخرین، این فروشنده ها رو تشویق میکنید که اینها این ماجرای سگ بازی و سگ بچه درست کنه و بفروشه و این روش بدی که چندین سال الان هست ادامه پیدا کنه. برید از این سگایی که موجود هست از اینا استفاده کنید. و وقتی رفتیم اون تماس نگرفته و گفتم بابا اینا اصلا پی آرشون، پابلیک ریلیشنشون خرابه، بلد نیستیم ما، نداریم. خود من طرف زنگ میزنه، مسیج میذاره آقای سوربی با من تماس بگی، من تماس نمیگیرم، برای که نگفته آقا تماس بگی میخوام حمایت کنم. میدونی کارمون خرابه، مثل خانم لیلا میلانی هم نیستم بگم این ایرانی ها از خودشون متشکرن، من نه ها، این ایرانی ها آدم های بدی هن، من نه ها. مثل آقای کاووسی هم نیستم، ایرانی اگه میخوای ببینی کی بده برو تو آینه. آقای کاووسی خود آخرین باری که رفتی تو آینه نگاه کردی کی بود و اشکالات چی بود؟ بیا یه بار اشکالات رو ما بگه بگو. اتفاقا این آقای مصفا اگه هنوز باشه، وقتی من اولین مصاحبه رو سال 2002 با ایشون انجام دادم، من برنامه‌م این بود که وقتی این آقا اومد بهش بگم ببین ما 1 ساعت وقت اضافی پیدا کردیم، اون تلویزیونم پول داد، شما بلیط هواپیما آمدید اینجا، ممنونم، ولی من نمیخوام شما از خوبیای جمهوری اسلامی بگی،
خوبی های جمهوری اسلامی رو شما گفتی و همه هم میدونن و همه هم دشمنتن. شما به عنوان یک آدم منصف آقای غلام حسین مصبا، درست میگم غلام حسین مصبا، شما بیا بدی ها و عیب های جمهوری اسلامی رو بگو که اون آقای بهار، ما فکر کنیم آقای بهار تجربه داره و اون آقای بیبانی معتاد با رقص عربی برنامه رو خراب کردن و بگذاریم. شما همش گله میکنید. وای او لیلا خانم، اگر شما به من میگی شما همش گله میکنی دیگه کار من خیلی خیلی خرابه. شما خودت استاد گله هستی. این روش برنامه منه. همین که شما چند سال بیننده من هستی، همینه که میای ببینی امروز سربی از کی و از چی گله میکنه. چرا میخوای من گله نکنم؟ اتفاقا برای اون دوست نویسندمون گفتم والا میدونی من میخوام این سیاست و این گله و اینا رو ول کنم، برم دنبال آهنگ و آهنگ پخش کردن و اینها. گور پدر سیاست، گور پدر جان مکن، گور پدر روحانی، گور پدر خامنه ای، گور پدر آخوند، گور پدر شاه، گور پدر ترامپ، مگه ما میتونیم اینا رو تغییری بدیم؟ ولی من میتونم امروز با یه آهنگی پخش کردن شما رو خوشحال کنم. کی خوابیده کی بیدار؟ آقای گلپا میاد میخونه. کی خوابیده کی بیدار؟ همه خواب راحت، چشمای شاه بیدار. حالا شاه کجا بوده؟ یا داشته قمار بازی میکرده یا داشته با خانمای جور و باجور برمیرفته. من از همین بیدار بوده تا صبح بنده خدا. و شاه توی 60 سالی که زنده بود، 61 سال دو برابر زندگی کرده 122 سال، چون دو برابر آدمای معمولی هم زنبازی کرده. یه کارهای دیگه هم تو سوئیس کرده که بعضیا قبول ندارن، ولی باباش قبول داشت که شاه در جوانی یه کمی همجنسگرایی کرده و اون شوهرش رو با خودش آورده. اشتباه نگفتم، بله، شاه شوهر خودش رو با خودش آورد ایران. خب برای همینه گفتم این ایرانیا هیچ وقت آدم نمیشن. ابزه برات یه چی بگم. آقای دادرس یه خانمی رو، خانم منگل مرگل کیه مال این نشستایی که باز ظریف بودن اینها، مگر خدایا بذارت پیداش کنه، اینو نوشته بود که بابا این هیچ وقت ایرانی نبوده، هیچ وقت ایران نبوده، فلان اینها. بعد یه جوکی بود اصلش من یادم نیست، ولی برای آقای دادرس نوشتم آقای دادرس شما تا کی میخوای با این ایران و نژاد ایران بجنگی؟ تا کی میخوای اینا رو پوت داون کنی؟ پوت داون به ایرانی چی میشه؟ تو سرشون بزنی، پایینشون ببری؟ آقا همه اینا اول ایرانی بودن، بعدن یکی یکی آدم شدن. حالا ببینیم جواب آقای دادرس چیه. خیلی ممنون دوستان عزیز. ساعت 2:59 واشنگتن میریم سراغ آقای امیر حسین لادن. اجازه بدید ببینیم که ایشون چی میخواد بگه برای من و شما، و یکی دو تا سوالم شده اونها رو هم میپرسم. یکیش پتیک سوال کرده بود، آقای لادن گفتن که اینو بذارید برای، من فکر کنم 2 هفته پیش با آقای لادن صحبت کردیم، ولی 3 هفته پیش بوده این اسکایپ مینسه، 3 هفته پیش بذارید من پیدا کنم. اوکی، خب اینجا این نوشته رو بیارم اول. Not now. هر وقت میخوای یک کاری انجام بدی اینا میخوان برای شما همون موقع آپدیت کنن. بله، میخوایم امروز در رابطه با مسئله برجام و نقش آمریکا و اسرائیل و رابطه با اروپا و مشکلات ایران صحبت کنیم و ازشون بپرسیم ایشون اینها رو چجور میبینن. بعد اگه وقت رسید درباره پتیک، البته میگفتم ایشون گفت من شاید جواب پتیک رو در یک نامه خصوصی بنویسم، چون اون نامه نوشته و تو برنامه گفته نشده. شما درباره قحطی در ایران که میگن نیمی از جمعیت ایران کشته شده خبر دارید؟ قحطی بوده که میگن قحطی حقیقی هم نبوده، قحطی مصلحتی بوده، انگلستان را انداخته. داریم حالا آقای لادن میگه آقا این چه نوع تماس گرفتنه. سلام آقای لادن. درود بر شما. خب دوستان عزیز، اجازه بدید من تصویر ایشون رو هم به
کامپیوتر بدم. من فکر میکردم دو هفته با شما صحبت نکردم، ولی الان که نگاه کردم نوشته سه هفته پیش ما با هم صحبت کردیم. امیدوارم که این سه هفته به شما خوش گذشته باشه و اگر دوست داشتید درباره اون 50 سالم به دوستان بگید تا اونها هم یاد بگیرن و احتمالاً اونها هم به پای شما برسن. من فعلا تو 40 هستم قربان. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن هستیم. همونجور که بهتون گفتم درباره مسئله برجام و نقش آمریکا و اسرائیل و رابطه با اروپا و مشکلات ایران، به این دلیل که اتفاقا یک گروهی از ایران میان اینجا نشستای سالیانه United Nation یا سازمان ملل، و جالب اینه که امسال آقای ترامپ رئیس اون جلسه ای هست که درباره ایران میخوان صحبت کنن. آقای لادن، بله، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم، بفرمایید، با شما هستیم. سپاسگزارم. درود به شما و بینندگان و هممیهنانمون. در مورد 50 سال چیز مهمی نبود، ما فقط 50 سال از ازدواجمون میگذشت و پسر و دخترم یک برنامه‌ای گذاشتن و همه دور هم توی نیویورک یه هفته با هم بودیم. خب من به شما تبریک میگم. شما میگید چیز مهمی نبود، ولی برای این زمانه‌ای که ما میبینیم دوستان ازدواج میکنن بعد از دو سال، بعد از یه سال، یا از ازدواج فرار میکنن، اصلا قبلش حاضر نیستن تن به ازدواج بدن، به قول معروف گاو نر میخواهد و مرد کهن که 50 سال دوام آورده باشه. من به نوبه خودم به شما و همسرتون و خانواده تبریک میگم و امیدوارم 50 سال دیگه هم با هم باشید، در 100 سالگی باز جشن بگیرید 100 سالگی ازدواجتون. و یه جوکی هم آخر این صحبتامون درباره این برنامه 50 ساله میشه گلد دیگه، نه تو بله. آره اینا دارن سیلور رو نمیدونم این چیزا، یه جوکی هم من یادم اومد براتون میگم. من ساکت میشم، شما نظرتون رو درباره این ماجرای برجام، بعضیا میگن برجام قرارداد مودت و دوستی بین آمریکا، من تا اونجایی که من خوندم و میدونم همچین نبوده، یه چیزی خیلی هم به اصطلاح، چون قبلش اینا مشکل داشتن، ماجرای گروگانگیری بوده، مثل دو نفر که قهر بودن حالا با هم صحبت کردن، خیلی هم به اصطلاح دوستانه نیست. یه قراردادی نوشتن که آمریکا هم بهش عمل نکرد و ایران بردتشون دادگاه لاهه. من اون ماجرای آقای پامپئو رو بعد از چیز میگم که درباره دادگاه لاهه چی گفته. بفرمایید. سپاسگزارم. پاسخ به پرسش شما با یک انتخاب روبروست. باید انتخاب کنیم، به مرور میرسیم به اون کل اصل پاسخ، ولی باید انتخاب کنیم چه نوع کشوری میخواهیم. چنانچه کشوری جنگ زده، نیمه مخروبه، ناامن، تکه پاره و هرج و مرج مانند لیبی، یمن، عراق و سوریه میخواهیم، برین دنبال آمریکا و اسرائیل و عربستان و بقیه دشمنان. دوم، آیا انتخاب بین جمهوری اسلامی و دوباره سازی سلطنت، اگر رهبری میخواهیم که عامل بیگانه باشه، کشور براش مانند یه قلک، یه بانک شخصی باشه، اموال مردم رو تصاحب کنه، وزرایی که اظهار نظری ناموافق میکنن با عصا و چماق بزنه، مجلس رو طویله، مجلس شورای ملی رو طویله خطاب کنه، دندانهای روزنامه نگاری رو که حقایق رو نوشته با مشت و لگد خورد کنه و مخالفان را در زندان به قتل برسونه، بروید دنبال رضا شاه. و اگر رهبری میخواهید که برای حفظ منافع کشورهای بیگانه و مقام و منافع خودش، منافع کشورش را بفروشد، تمام معترضان و دگراندیشان را به جز مذهبیون قلع و قمع کند، وسایل ارتباط جمعی را سانسور و در کنترل کامل داشته باشد، میلیاردها دلار از ثروت‌های ملی را خودش، خانواده‌اش و هزار فامیل چپاول و در بانک‌های بیگانه ذخیره کنند،
به وزیری که گزارش درآمد کشور را میده بگوید خفه شو، به مدیر کل حزبی که خودش ساخته بگوید که خوردی، به وزرا بگوید شماها مانند یابو هستید و کوچکترین ارزشی برای هیچ ایرانی حتی همسرش قائل نباشد و تنها اشخاصی را گرد خود جمع کند که دستگوسش باشند، محمد رضا را انتخاب کنید. انتخاب بین جمهوری اسلامی و دوباره سازی سلطنت، انتخاب بین مار قاشیه و اژدهاست، انتخاب بین بد و بدتر است. ما نمی توانیم و نباید تجربیات گذشته را ماسمالی کنیم، به نام اتحاد با یکدیگر ساخت و پاخت نماییم و به جای برنامه مشخص و شفاف جایگزینی، راه حل‌های سرهمبندی شده و عوام فریبانه تحویل مردم بدیم، وگرنه دوباره و چند باره از چاله به چاه میفتیم. میرسیم به پاسخ به برجام و قرارداد. نخست باید پرسید آیا ایران نیاز به تسلیحات هسته‌ای دارد؟ پاسخ در یک کلمه آری، بله، حتما. ایران برای یک پارچگی کشور، تمامیت ارضی و استقلال و ادامه حیاتش باید به تسلیحات هسته‌ای مزرعه می‌کند و موشک‌های قاره پیما مجهز باشد. سخنان بیهوده ترامپ و رجزخوانی‌های نتانیاهو، ژست‌های خطرناک و بلوپ‌های توخالی ملاها و سران سپاه را باید در چارچوب حقایق و واقعیت‌های موجود بازبینی کرد. همانطور که امروز شاهد هستیم، لیبی، یمن، عراق و سوریه با یورش و تجاوز کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا، همه ساخته‌هایشان نابود گردید. اندوخته‌هایشان را دست دادند. کشورهایشان آسیب پذیر و بی‌پناه شدند. میلیون‌ها تن از مردمشان قتل عام و آواره گردیدند. این کشورها امروز نه تنها دچار ناامنی و هرج می باشند، بلکه مشکلات همه جانبه عظیمی زندگی روزانه آنان را در هم پیچیده، ناتوان و بیچاره کرده. بنابراین بدون تردید پند برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است، یک حقیقت بیچون و چراست. برای مثال آمریکا پس از حمله 11 سپتامبر و کشتار بیش از 3000 تن از شهروندانش و هم تحمل صدها میلیارد دلار خسارت، برای مقابله و سرکوب القاعده به افغانستان بیپناه و ناتوان حمله کرد، نه به پاکستان که القاعده را آموزش می‌داد، مجهز می‌کرد، پشتیبان اصلی و راهنمایش بود. چرا آمریکا به پاکستان حمله نکرد؟ زیرا پاکستان به یک ارتش مدرن با تسلیحات هسته‌ای مجهز بود. مثال دیگر، آمریکا با یک قوای 100,000 نفری مسلح به تمام تسلیحات مدرن و تکنولوژی جنگی در مرز کره، نه تنها نتوانست جلوی اتمی شدن کره شمالی را بگیرند، بلکه امروز با آنان رفتار کجدار و مریض دارد و برای برقراری صلح ملاقات و گفتگو می‌کند. این همان آمریکایی که عراق و تنها به بهانه تلاش برای دسترسی به تسلیحات نابود کرد. چرا با کره شمالی می‌خواهد سازش کند؟ زیرا کره شمالی دارای ارتشی مجهز به تسلیحات هسته‌ای و موشک‌های قاره‌پیماست. واقعیت‌های موجود نیز نمایانگر آن هستند که میهنمان در یک قوس ناامن و خطرناک قرار گرفته.
و برای بقایش باید هم مجهز شود و هم هوشمندانه حرکت کند. ایران در محاصره کشورهای مسلح به تسلیحات هسته‌ای است. در شرق هندوستان و پاکستان، در شمال جمهوری‌های جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی و روسیه، در غرب اسرائیل و بعد عراق، عربستان، شیخ نشینان و همچنین افغانستان همه تحت تسلط ارتش آمریکا هستند که صد در صد می‌دونیم مجهز است. مارتین ون کربل، تاریخ شناس نظامی اسرائیلی، میگوید، به نظر من خیلی جالب، مسلماً ما نمیخواهیم ایران دسترسی به تسلیحات هسته‌ای داشته باشد و من نمیدانم که آیا مشغول به دست آوردن هست یا نه، ولی در چنین جبی خصومت و حضور آمریکا در شرق و غرب و جنوب ایران، خصومت و حضور اسرائیل در لبنان، سوریه، کردستان عراق، عربستان و خلیج فارس، اگر ایران مشغول به دست آوردن تسلیحات هسته‌ای نباشد دیوانگی است. خب این یه متخصص دشمن داره اینو میگه. و اما باید بدانیم چنانچه ایران به تسلیحات هسته‌ای و موشک‌های قاره‌پیما مجهز باشد، آمریکا و اسرائیل که مجهز به تسلیحات هسته‌ای هستند به خودشون اجازه نمیدن تعیین تکلیف بکنن. در مورد رابطه با آمریکا یک داستانی شایع است که فکر کنم برای بینندگانتون جالب باشه. این داستان از درباره مهاتیر محمد در مورد یک انتخابه. مهاتیر محمد از سال 1981 تا 2003 چهارمین نخست وزیر مالزی بود. او توی خانواده فقیر که 11 تا پدر مادر و 9 تا فرزند بودن چشم به دنیا گشود و با مزد فروختن شروع به درس خواندن کرد. در سالهایی که مالزی در اشغال انگلیس بود در کشور همسایه در تحصیلاتش ادامه داد و پزشک شد و پس از خروج انگلیس از مالزی ایشون مشغول طبابت میشه و بیمارهای ناتوان و فقیر رو بدون در نظر گرفتن پول معالجه میکرده. در سال 1964 به نمایندگی مجلس انتخاب میشه و 17 سال نماینده مجلس بوده و در پس از 17 سال انتخاب میشه به نخست وزیری مالزی. او درآمد سالانه مالزی که 100 دلار بوده میرسونه به 1600 دلار. سرمایه گذاری رو از 3 میلیارد دلار میرسونه به 98 میلیارد دلار و میزان صادرات رو به 200 میلیارد دلار میرسونه. او رو به عنوان جراح اقتصادی و سیاسی مالزی میدونن و در سال 2003 بدون اینکه بخواهد حکومت رو موروثی کند از قدرت کناره گیری میکنند. یک مزفروش با عشق میهن، با علم و مهارت توانست کشورش را بسازد. مالزی را بس از چین، ژاپن و کره جنوبی به عنوان چهارمین قدرت اقتصادی آسیا معرفی کند. درباره این مهاتیر محمد یه داستان جالبی هست. میگن چند سال پیش میره ایران و در یک گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی مجری برنامه بهش میگه که آمریکا دشمن مشترک همه مسلمانان است، چرا شما مثل ایران با آمریکا مبارزه نمی کنید؟ مهاتیر محمد میگه که شما در پاسخ میگه بله درست میفرمایید، ولی آمریکا مانند یک گاو شیرده خشمگین است. نظر آمریکا مانند یک گاو شیرده خشمگین است. منتها ما در مالزی پستانهای او را چسبیده ایم، شما در ایران شاخ او را. سپاسگزارم. خیلی ممنون. شما توی کتابتون یا یه جایی یه صحبت دیگه هم راجع به خاتمی و
یکی از رهبرا نوشته بودید، من هر چی تحقیق کردم نتونستم اونو پیدا کنم. الان دقیقا یادم نیست ولی حتما پیداش میکنم، میشه بحث جالبی باشه. نمیدونم براتون میتونم مطلب رو و لینکش رو بفرستم. فکر کنم در مورد چون به نظر من عجیب میومد که این کشوری که ترامپ رفت با رئیس جمهور کره شمالی ملاقات کرد اسمش چی بود؟ اندونزی بود، مالزی بود، کجا بود؟ یکی از اینا نبود؟ نه. الان متاسفانه سنگاپور. بله. کاملا اون رهبر سنگاپور بود که بهش میگن پدر سنگاپور. بله. که در سنگاپور 1958-59 از مستعمره میاد بیرون و 1960 ایشون میشه نخست وزیر و رهبر سنگاپور و شروع میکنه به دوباره سازی کشور. کشورش کشور کوچیکی بوده با در حدود 3.5-4 میلیون جمعیت و منابع و چیزی هم به اون صورت نداشته و این خوش اولین فکری که میکنه که من یک چیکار کنم، یک تعادلی ما بین زندگی مردم به وجود بیارم، برای که تو کشورش دو طبقه وجود داشته، یکی 2% 5% تمام ثروت رو داشتن، 95% بدبخت و فقیر. این میگه من به جایی که بخوام پولا رو بگیرم تقسیم کنم باید یک راهی به کار ببرم که همه از یک قدرت‌های برخوردار بشن و میگه بهترین راهش آموزش و پرورش. بعد میاد آموزش و پرورش رو میکنه اجباری و مجانی و مساوی و سراسری و کشورش به مرور تبدیل شکوفا میشه و یکی از کشورهای بسیار مترقی منطقه است. و ایشون رفته بود در ایران، نه معذرت میخوام، خاتمی و گروهش رفته بودن اونجا و پس از این موقعی رفته بودن اونجا که این آقا دیگه چیز شده بود، بازنشسته شده بود و به مهماندارشون میگن ما دوست داریم با ایشون ملاقات کنیم و میرن پیش ایشون و خاتمی ازش میپرسه که شما فکر میکنین در ایران ما میتونیم مثل شما که اینجا رو ساختیم ایران رو بسازیم؟ ایشون یه خود مکس میکنه میگه نه و البته با خمین رو خیلی بر میخوره. این بعد میشهر میده میگه که علتش اینه که شما در ایران زندگیتون همه تلاشتون برای زندگی پس از مرگ، ما در اینجا تمام تلاشمون برای زندگی همینجاست. اینم داستانه ایشون. همین من این کد رو هم به انگلیسی هم به فارسی توی گوگل جستجو کردم که بلکه بتونم پیدا کنم، نبود، چون به نظر من عجیب میاد که یه رهبری یه همچین چیزی بگه. البته خب بعض وقتا میگن واقعا به صورت شوخی میگن که حقیقت ماست. گفته بوده؟ بله. اوکی. خیلی ممنون. بازنشسته بود. بله بله. خیلی ممنون. آقای لادن، اون جواب پتیک رو اگه بعد لطف کنید بفرستید من براش میفرستم یا تو برنامه میخونم یا توی برنامه دیگه. ولی یه موضوعی چون این ماجرای مشروطیت و این ماجرای ملی شدن نفت و اینها، مثلا همین آقای مینویی میگه که خیلی ممنون آقای مصدق، شما نفت رو ملی کردی، پای خارجی ها رو به اصطلاح از اینجا قطع کردی، ولی مثل نلسون ماندلا باید میرفتی کنار. تا اونجا که آدمه نلسون ماندلا بعدی که آمد پرزیدنت بود بعدن رفت کنار، ولی آقای مینوی این قسمتش رو به دلخواه خودش حذف میکنه. یه مقداری بیایم راجع به این که چرا ایران پس از نزدیک به یک قرن پیدایش شد، درآمد نفت و مخصوصا اون انقلاب مشروطیت و نوشتن قانون اساسی از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی ورشکست است. یه مقداری شما نظرتون رو یا تحلیلتون رو در این دو سه مورد بفرمایید. حتما سپاسگزارم. خب اگه نگاه کنیم میبینیم که از انقلاب مشروطه به این طرف ما سه نوع رهبری داشتیم. اول رضا خان و رضا شاه بوده و بعد محمد رضا شاه بوده و بعدش خمینی و دار دسته ملاها.
آزادی و انتخاب رو این هر سه گروه، یعنی رضا شاه، محمد رضا شاه و رژیم فقاهتی، آزادی و انتخاب رو سرکوب و بی‌محتوا کرد. قانون اساسی رو زیر پا گذاشتن، مجلس رو تبدیل کردن به خیمه شب‌بازی، مردم رو با تهدید و خشونت در ترور و وحشت نگه داشتن، ثروت‌های کشور رو چپاول کردن. برای مثال یک اسنادی هست خیلی جالبه، برای من تا به حال ندیده بودم، اسنادی هست در وزارت امور خارجه آمریکا. ما همیشه رجوع میکنیم به وزارت امور خارجه انگلیس. این اسناد میگه که رفتار رضا شاه ببخشید شبیه نوشته اون دیکتاتور یونانی بود که گفته بود برید به مزرعه گندم، تمام گندمایی که سرشون از دیگران بالاتر قطع کن. میگه که این دیپلمات آمریکایی میگه این رفتاری بود که رضا شاه با نخبگان میهنش میکرد. هر کس برای برقراری عدالت و قانون اساسی قد علم میکرد، با ضرب و شتم و زندان و تبعید و مرگ روبرو میشد. بهترین فرزندان ایرانو رضا شاه نابود کرد. تیمورتاش، علی اکبر داور، میرزا کوچیک خان، کلنل محمد تقیخان پسیان، فرخی یزدی، میرزاده عشقی، تقی ارانی، لیست همینطور ادامه داد. اسناد رسمی وزارت امور خارجه آمریکا نماینگر آنه که 20 سال حکومت رضا شاه ایرانیان را چنان دچار آسیب‌های روانی کرد که هنوز نتوانستند قد علم کنند. میرسیم به محمد رضا شاه که خود بزرگبینی و خودشیفتگی جنون‌آمیزش تمام تلاش‌هایش را نابود کرد و 25 سال باج دادنش به ملاها آنان را وارث سلطنتش کرد. و اما جمهوری اسلامی با عوام فریبی خمینی آغاز شد. هدف و ارجعیت و برنامه هایش تا به امروز نه برای ایران و نه برای پیشرفت ایرانی بوده. فاجعه جنگ، کشتار بهترین جوانان میهنم، ستیز با فرهنگ و زبان پارسی، جعل تاریخ، دوباره سازی لبنان و عراق، دخالت در یمن و سوریه، فساد گسترده، چپاول ثروت‌های کشور، نمونه‌های از این پدیده هستند. اندیشکده آگاهی و شناخت در این مورد یه باوری داره که من دوست دارم اینو با بینندگان در میون بذارم. ما باور داریم که ارزش و اعتبار انسان در آزادیه. آزادی سرچشمه پیشرفت انسانه. زندگی بدون آزادی زنده بودنه، نه زندگی کردن. انسان بدون آزادی به آگاهی دسترسی نداره و به تکامل نمیرسه. من این ورشکستگی اقتصادی و سیاسی ایرانو در این میبینم. سپاسگزارم. من ممنونم از شما. اگر دوست داشته باشید اون سوالی رم که پتیک گفته جواب بدید، اگه نه که بعد برامون یا برای ایشون به صورت خصوصی بنویسید. من الان اون سوال اینجا ندارم چون برای شما فرستادم، اگه میخواین بخونین جواب بدید، اگه نه در برنامه های آینده میتونین بخونین. چون دارم اون منبعایی که من اینو از توش در آوردم دارم پروژه کنم به اونا. و جواب خیلی خیلی سریعش اینه که یک سه تا لغت بعد می نوشتم که اون صدها هزار نفر کشته، زخمی و مفقود شدن. من فکر کنم مفقود رو ننوشتم. این جواب کلیشه، ولی اجازه بدین که اون سورسا رو، اون منابع رو پیدا کنم و براتون بفرستم که بتونه اصلا مراجعه کنیم به اون که ببینیم اون شماره از کجا آمده. آقای لادن، چون ایشون کتاب شما رو خونده و از اون کتاب سوال کرده بود، این همون ماجراییه که بعدش هم
ماجرای قحطی در ایران یا فمن در ایران و اینا اون بوده؟ خب این اتفاقا دو تا قحطی ده. یه دونه قحطی در ایران به وجود اومد که یه مقداریش هم برنامه ریزی شده بود به وسیله انگلیس، که آماری که میدن واقعا سرسام‌آوره. یه ده میگن یک سوم جمعیت ایران نابود شد، این جنگ جهانی اوله، ولی این در جنگ جهانی هم یک قحطی به وجود اومد و اون قحطی این بود که تمام دارایی های ایران رو مثل نمیدونم گندم و گوشت و لبنیات همه رو غیر از این که مصرف میکردن برای متفقین میفرستادن به روسیه برای جبهه. اینی که ایران خالی شده بود و دیگه برای ملت خودش نداشت و ما البته تحت اشغال بودیم و هر کاری دلشون میخواست با ما میکردن. همینطوری هم که فکر کنم همه میدونن که حتی به ایران گفتن که ما نیاز داریم که شما این چیزو تعویض ریال به پوند رو تغییر بدید. و بلافاصله وزیر دارایی ایران میکنش 2-1، یعنی فرض کنین اگر یه پوند بوده 10 تومن، این بلافاصله یه پوند رو میکنه 20 تومن و که اونا بتونن مخارج جنگ رو با از پول ایران بپردازن و ایران به شدت تورم به وجود میاد، که همونطوری که هممون میدونیم در آلمان بعد از جنگ یه دونه چمدون باید پول میبردی که یه دونه نون بخری، تو ایران هم همینطوری شده بود، تازه به نمیشد پیدا کرد. بسیار ممنونم از شما، تشکر میکنم که با ما بودید. اگر صحبتی نیست خداحافظی میکنم، امیدوارم هفته آینده برنامه ها همه چیز طبق روال معمول باشه و ما باز هم شما رو روز جمعه ساعت 3 بعد از ظهر داشته باشیم. سپاسگزارم. راستی اون جوک رو هم براتون بعد از اینکه شما رفتید میگم، گوش کنید و اگه خواستید به همسرتون هم بگید. حتما. سپاسگزارم. خیلی ممنون، مرسی که با ما بودید. روز بخیر. روزتون بخیر. دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودیم. فیسبوک ایشون رو بهتون نشون دادم و میتونید از طرق مختلف، از طریق فیسبوک، از طریق ایمیل، از طریق پیام بذارید، باشون در تماس باشید. و کتابی هم ایشون دارن به نام خودسالاری و درماندگی، مبارزه برای عدالت، آزادی و مردم سالاری. اون رو هم اگر مایل باشید خریداری کنید، یا با خودشون تماس بگیرید یا با تلویزیون مردم، چون ایشون لطف کردن چندین جلد رو به تلویزیون مردم هدیه کردن که ما به شما بدیم و شما تلویزیون مردم رو حمایت کنید. مرسی که با ما بودید و برنامه ها رو پی میگیریم با جوکی درباره ازدواج و اونهایی که سالهای سال با هم مزدوج هستن. میگن که یک آقایی وقتی ازدواج کرده بوده میبینه که مثلا اینجا 10 سال که میشه ماشین میخرن، 25 سال که میشه میگن سیلور، نمیدونم بهشم چی میگن، سیلور انیورساری، بعد انیورساری سالگرد ازدواج، 50 سال که میشه گلدن انیورساری. بعد این آقا داشته با آب و تاب برای دوستانش توضیح میداده که من 10 سال که شد مثلا همسرم رو بردم شمال، 15 سال که شد بردم ترکیه، بردم چی میگن کشورهایی که میرم میگردن، و خلاصه 25 سال که شد رفتیم اروپا، 50 سال که شد رفتیم چند تا کشور اروپا رو گشتیم و فلان اینها. بعد دوستانش میگن خب حالا شما این همه جا رفتی، اگر 75 سال بودید و هر دو زنده و اینها چه کار میکنید؟ میگه خب فکر میکنم میبرمش یه جایی ولی دیگه نمیارمش با خودم، همونجا میذارمش. در صورت اینم جوکیه که دوستان گفتن، بعضی وقتا خنده داره، بعضی وقتا ممکنه یه بشقابی چیزی پرت بشه به طرفت، مواظب باشی. خانم لیلا میلانی میپرسه آقای سروی شما این همه از پتیک صحبت میکنید، این پتیک کیه؟ این پتیک گاهی وقتی پیام میذاره من پیاماش پخش میکنم، یک آدمی که الان کارگر ساده‌ای هست در همون منطقه شما خانم لیلا خانم، و ایشون اونجا توی روزنامه‌های ایرانی هم اتفاقا آگهی داده بود به نام هندیمن، توی تلویزیون مردم هم آگهی داد به نام هندیمن. بعد یه آقایی که کلیم میکرد یا ادعا میکرد پسر یه تیمساری هست،
با ایشون تماس گرفته بود، گفته بود که من دوست سولبی هستم، که من هیچ دوستی با ایشون ندارم و آگهی شما رو اونجا دیدم و بیا منزل ما، نمیدونم میخوام سقفمو اینجوری کنم، اتاقمو اینجوری کنم، این خونه رو نصفش میخوام بزرگ کنم، اینجوری کنم. دیدید دیگه ایرانی‌ها وقتی خونه میخرن میگه میخوام این دیوار رو بردارم برم، طرف میگه آقا کجا میخوای بری؟ به قول معروف هوش داری میری تو اتاق خونه همسایه. خلاصه این بنده خدا رو استخدام کرده بود، اینم با جان و دل رفته بود کار کرده بود، احتمالاً تخفیف خوبی هم بهش داده بود، چون اون مردک گفته بود من دوست سولبی هستم. بعد پول اینو نداده بود و چکش رو استاپ زده بود. من تعجب میکنم که پتریک چرا نرفت دنبالش، روی خونهش، روی خونه اون مکانیکال لین نایزاش، چون میتونید وقتی برای یه نفر روی ماشین کار میکنید یا روی منزل کار میکنید، اینها یک به اصطلاح ادعای طلب و این طلب رو هم به ثبت برسونید روی اون خونه. این اگه پول رو هم به شما نده روزی که میخواد اون خونه رو بفروشه، باید پول شما رو تمام و کمال بده. و حالا چرا آقای پتیک کارگری میکنه؟ پتیک هم مثل من، اونم کارمند بوده تو ایران، کارمند کفش ملی بوده، چندین نمیدونم کارگر دستش و اینها. وقتی میاد آمریکا، وقتی میره آلمان، میبینه که اصلا اون روش ایران غلط بوده. البته اونم باز مثل من، پدرش راننده بوده، همیشه با پدرش کار میکرده و اینها. مثلا بیبانی معتاد یکی از چیزایی که بر علیه من میگه اینه که این سوربی شاگرد راننده است. من افتخار میکنم شاگرد بابام بودم. تو بدبخت کجا بودی وقتی بابا ننتو ول کرد، ننت رفت شوهر پیدا کرد، تو کجا بودی؟ تو رو فرستادن سوئد دربدری و معتادی و اینها. خلاصه اینم اتفاقا پدرش راننده، کارگر، زحمتکش، وقتی میاد آلمان شروع میکنه کار کردن، وقتی میاد آمریکا شروع میکنه کار کردن و عکسا رو برای من میفرسته گاهی وقتی از کارهایی که انجام میده، از اینکه میره خونه یه نفر سیمان میکنه، میره رو سقف یکی یه پشتبامی رو درست میکنه و اینها. نه فرشته است، نه موجود فضایی است. پتیک مهدسیان که به قول خودش بتیک هم بهش میگن و اون دفعه هم و این کلمه اسمش همون از پیتر میاد، اون پیتر کبیر یا پیتر بزرگ این هست. و پتیک اینه که ما تا میگیم آقا سعید این کار کرد، پول فرستاد، ما این کار اینجوری کردیم، دیدیم 60 دلار شده، حالا میخوایم یک کمک کنیم، اونم میگه 60 دلارم من کمک میکنم، اونم میگه 100 دلارم من کمک کنم، و هنوز نرسیده خونه. که خب نرسیده خونه دروغه، خونه که رسید به من میگه که سوربی چک تو پست. و این وقتی میگه چک تو پست، فردا چکه میرسه اینجا. اینه، نمیشینه برنامه‌های منو نگاه کنه که نون و گوشت گیر ایرانی‌ها بیاد، نمیشینه برنامه‌های منو نگاه کنه که ما جنبش کنیم، ایران رو آزاد کنیم. خودش میدونه تلویزیون قرار نیست جایی رو آزاد کنه. تلویزیون اگر خیلی به قول شیرازی ها هنونای کنه یا همت کنه، میتونه خودش رو آزاد کنه. همینو بس. اینم ماجرای پتی. ممنونم که سوال کردید. بذار ببینم اگه بتونم عکساشو بهت نشون بدم، چون گاهی وقتی میگم عکسای این چیزایی که برای من میفرسه اینجوری، یک لحظه، گاهی وقتی من اینو میزنم که عکس ارسال کنم، میبینم اولش عکس پتیک میاد. آها اینها، این یه دونه عکسش که رفته بود یه جایی کار کنه و من بهش گفتم آقا این کجاست؟ مثل جنگ زده ها است. بعد گفت که حالا شما یک ماه وقت بده، ما وقتی اینجا رو تمیز کردیم، وقتی شروع کردیم فاوندیشن یا شالودش رو ریختیم، بعدم دیدم مرحله به مرحله شالوده ریخته بود و سیمان ریخته بود و قالب بندی و اینها. و اینه، حالا این نمیدونم منزل خودشه، چون یه روزم رفته بود منزل داداشش نقاشی کنه و گاهی وقتی هم باربیکیو را میندازه، گاهی وقتی هم به سلامتی همه انسانهای خوب یک آبجوی میخوره و دوست خوبشم یه سگ که میشونه اونجا بغل دست خودش. خانواده خوبی هم داره، راضی هم هست از زندگیش، از همسرش، از بچهش، دخترش، از پسرش. و ما الان فکر کنم 4-5 ساله با هم دوست شدیم و من خیلی خوشحالم، افتخار میکنم به دوستی ایشون. و آدم ساده‌ای هست و ما اتفاقا باید همین بگردیم دنبال آدمای ساده، چون اونایی که یا خیلی خودشون پیچیده هستن یا میخوان نشون بدن پیچیده هستن، معمولا آدمایی هستن که به قول آقای عزیزان خیلی این کلمه پروداکس استفاده میکنه،
پروڈکس هم من نمیدونم چجوری تو ایرانی بگید. یک لحظه من نمیدونم چرا این عکس رو نشون میده. درست شد؟ 2, 3, 4, 5, 6. سعید نوشته بود برنامه زنده داری یا نه؟ بعد براش نوشتم داریم آقا، یادمون رفته بود این دکمه پلی رو بزنیم که از طریق تلفنم بتونید بشنوید. دوستان شما میتونید از طریق تلفنم صدای برنامه ها رو گوش بدید. شمارمون هست 605-475-58-83. من این آدرس آقای لادن رو از اینجا بردارم، مینویسم کال تو لیسن یا مینویسیم تلفن، بعدن خودتون حالا دیگه میدونید اگه اینجا زنگ زدید صدای برنامه ها پخش میشه. 605 475. خب اینو اگه ما یک کمک داشته باشیم، کمکی نشسته باشه اونجا، اون تا ما داریم میگیم انجام میده، نوشته میشه، میاد زیر برنامه USA هم مینویسیم. اینه این شماره تلفن. دوستان اگه یه جایی هستید که از لحاظ دسترسی به کامپیوتر یا دیتای تلفنتون مشکلی دارید، تلفن معمولی 605 475 58 83. اگه دوستانی که رو فیسبوک هستن بعد از برنامه زنگ بزنن، لطف کنن یکی دو دقیقه بعد ببینن صدای اون هم چجوری هست و به منم خبر بدن، ازشون ممنون و متشکر میشن. اینجا نوشتیم پتیک کیس، نوشتم یک انسان، یک کارگر، یک کارمند زمان شاه و الانم در کالیفرنیا با خانوادهش زندگی میکنه. میدونید که ترامپ میگن نجارا همه مشکلات دنیا رو میخوان با میخ و چکش حل کنن، اینایی که طرفدار اسلحه هستن همه مشکلات دنیا رو میخوان با اسلحه حل کنن. ترامپ وقتی که میدونید بیشترین تیراندازی ها توی کافه، توی رستوران، توی مدرسه، توی جاهای عمومی در زمان ترامپ انجام شده و این به جایی که بیاد فکر راه چاره کنه، از اون ور آمده میگه که بریم به معلم ها هم اسلحه بدیم، معلم ها با اسلحه برن سر کلاس. و اینو دیدم آقای لادن گذاشته بود و فکر کنم از صفحه بیلمار هست، ترامپ و بود تو این تظاهراتی که مردم انجام میدن که نه آقا راه حل این نیست که به معلم ها شما اسلحه بدین و این خطر مدرسه ها رو چند برابر میکنه و اینها. تو یکی از تظاهرات این خانم نوشته که if teachers have to carry gun، اگر معلم ها قرار بشه اسلحه هم کنن، اسلحه ببندن، اسلحه با خودشون داشته باشن، the president should have to read a book، اون وقت ترامپ باید مجبورش کنیم یک کتاب بخونه، چون میدونید اصلا این اهل خوندن نیست، اهل یاد گرفتن نیست. و یه جایی خوندن اینایی که روزنامه میخونن، اینایی که مجله میخونن، اینایی که کتاب میخونن مثل این میمونه که دانشگاهشون هم که تموم شده هنوز دارن دانشگاه میرن. چرا؟ دارم برنامه های روز رو میخونم. اینه که بهتون پیشنهاد میکنم الان که دیگه روی اینترنت هم بیشتر این نشریه ها مجانی هست، روزی یه مقاله، روزی یه نشریه از یک از این چیزهای محلی رو حداقل بخونین تا در جریان اوضاع و احوال محل خودتون قرار بگیرید. اینم عکس که از صفحه آقای لادن برداشته بودم. و اما عکس رضا شاه، یکی بهتون بارها گفتم که یه چیز دروغی رو همین مثلا خانم نعیه برنامه های آقای این سعید کیه نگاه میکنید، اینا یه چیزای دروغی رو اون از اون شنیده، اون از اون شنیده، همینجور نقل میکنن، شما هم جزو این نقل قولا قرار میگیری و به اصطلاح ادامه میدی. یکیش این ماجرای اعزام دانشجو به خارجه، این از زمان امیر کبیر بوده. یکیش ساختن دانشگاه ها در زمان رضا شاه، اینم دروغه، از زمان قاجار بوده. و یه چیزای دیگه حالا من اگه بتونم اون عکسو پیدا کنم اینجا بهتون نشون میدم. اینا رو معمولا آها یک نشته رضا شاه، یک دیگه نشته رضا شاه، آها اینه، اون یکی کتاب رضا شاه بود از آلاش تا آفریقا. و این ماجرا دروغ‌های مشهوری که سلطنت طلب‌ها
به ما میگن. ببین نایر خانم، وقتی میگم شما برنامه منو و دیگران نگاه کن حتی اگر ناراحت میشی، اینه. خوشحالم آقای زرابی هم اینجاست، اگه ایشون هم تحقیقی کنه و در برنامه هاش بگه، چون فکر میکنم بیشتر بیننده های برنامه ایشون طرفداران سلطنت باشن یا پادشاهی. دروغ های مشهوری که سلطنت طلب ها به ما میگن، دروغه؟ دروغ. اولین دانشگاه ایران را رضا شاه ساخت؟ نخه. اولین دانشگاه مدرن دارالفنون بود که امیرکبیر 80 سال پیش از رضا شاه ساخت. اتفاقا اساتید دانشگاه تهران همان فارغ التحصیلان دارالفنون بوده. دروغ. اولین بار رضا شاه دانشجویان را با بورسیه به خارج فرستاد. نخه. اولین بار عباس میرزا 100 سال پیش از رضا شاه چنین کرد. دروغ بعدی. اولین دانشگاه مدرن ایران دانشگاه تهران است. نخه. قبل از دانشگاه تهران علاوه بر دارالفنون چندین مدرسه آموزش عالی از جمله مدرسه نظام، مدرسه علوم سیاسی زیر نظر وزارت خارجه و کالج آمریکایی‌ها تأسیس شده بود. همچنین اولین دانشگاه علوم پزشکی نیز در ارومیه و در دوره مظفرالدین شاه ساخته شده و بعدها دانشگاه ارومیه شد. خب اینجا یه اشکالی من می‌بینم. اون میگه دانشگاه مدرن، شما جواب میدین مدرسه آموزش عالی. آیا مدرسه آموزش عالی همون دانشگاه های بعد بوده یا این مدرسه علوم سیاسی؟ چرا اگه بهش نگفتن دانشگاه؟ ولی اون جندی شاپور که خیلی هم از اینا قدیمی تره، اون در حد یک دانشگاه بوده، حتی دانشجویان خارجی میمدن اونجا. دروغ بعدی. چون رضا شاه و محمد رضا چند دانشگاه و بیمارستان و چند چیز ساختن، پس دیگه قهرمان هستند و جنایتکار نیستن. نخه. هیچ حاکمی هرچند مستبد و دیکتاتور وجود ندارد که هیچ کار و اقدام مثبتی نکرده باشد. صدام هم با آن همه بیرحمی و جنایت چندین دانشگاه، بیمارستان، مدرسه، ورزشگاه در عراق ساخت. پس بگوییم جنایتکار و دیکتاتور نبود یا نیست؟ دیکتاتورهای چون آنها آنقدر اقدامات خائنانه و سیاه در کارنامه دارند که برجسته سازی و بزرگنمایی چند کار مثبت آنها مضحک و بیشتر بهانه‌ای برای تطهیر آنها و بازی با حافظه ملت است. سازنده بزرگترین واتیکان اسلامی در آمریکا، سازنده حوزه علمیه در قم، گسترش آستان قدس رضوی در مشهد، آغاز ساخت 75,000 مسجد، بار آوردن آخوندهای اجنبی، پرداخت حقوقهای نجومی، معاف کردن آنان از خدمت سربازی و پرداخت مالیات دولتی، چاپ قرآن نخستین بار به دستور آقای محمد رضا شاه ایران بود. اینم از این. دوستان اگه طرفدار پادشاهی هستید، خوشحال میشیم در برنامه با شما گفتگویی داشته باشیم. وار روم. ببرم شما رو اتاق جنگ. اینجا میگن سیچویشن روم، چون اینجا میدونید حتی وزارت جنگ و اینا رو تبدیل کردن به وزارت دفاع. وقت ایرانی که به هیچ کس نه حمله ای کرده بود نه چیزی، گذاشته بودن وزارت دفاع. شما یه قیاف به این قیافه نگاه کنید. خداییش سلکت ایر، حالا عکس رضا پهلوی رو گذاشته، من کاری ندارم، ولی به این قیافه نگاه کنید. دندون که مصنوعی، موها رنگ زده، رفته فروشگاه. اینجا یه فروشگاه هست بهشون میگن سورپلاس، یعنی اضافی ارتش یا کهنه های ارتش رو میارن اونجا میفروشن. رفته یه لباس، به اینا لباسکار یا جمپسوت میگن، یه جمپسوت نیرو هوایی خریده، گذاشته عینکش هم که از عینک من گنده تر زده تا حالا کامپیوتر ببینه. خب ایشون، ولی من نمیدونم، من آقای مهران مطیعی فکر کنم باهاش صحبت کردم، حالا نمیدونم این آقای مهران مطیعی تهرانیه یا یکی دیگر. فوری و مهم خبررسانی کنید. اینو 18 ساعت قبل یکی از دوستان برای من فرستاد، یعنی اون موقع که فرستاد و دیروز 18 ساعت قبل. ببینید خبر فوری، آقای رضا سلامی، خبر فوری. خانم فریمان گوش کنید.
به نام قانون اساسی مشروطه پادشاهی و به نام پادشاه ایران رضا شاه دوم. رضا شاه دوم این مردک میگه من سیتیزنم عوضی. کوروش پهلوی سوم، بابا میگه من اسمم رضا پهلویه، این میگه کوروش پهلوی سوم. به نام ملت تحت ستم و ظلم نظام شیعه ایران، عملیات پسگیری ایران از دست تروریسم مذهبی و شیعه و اشغالگران کشور را برای بازگشت پادشاه و خانواده پهلوی و نظم و آرامش و عدالت اجتماعی را اعلام میکنیم. حالا نگاه کنید نوشتن اینا، اصلا فارسی نوشتنشون، یعنی میخواد با نوشتن این منظورش رو به شما بیان کنه، بعد شما رو جلب این ارتش چی؟ اتاق جنگ لندن. ای کاش خمینی هم مثل اینها احمق بود، اتاق جنگ رو تو همون نوفنشاتو گذاشته بود، تو همون عراق گذاشته بود و بلند نمیشد مثل سربازی که میخواد بره جنگ بیاد ایران. حالا ببینیم این اتاق جنگ لندن چه خبره. کشور را از حالت معمولی به وضعیت اضطراری و دفاعی اعلام میکنیم. جمع میکنیم کی؟ تو ساید فلانت و فلانت. عملیات رهایی را با فریاد جاویدشاه به خیابانها کشیده و ارزاق عمومی در اختیار سپاه و بسیج و احتکارگران سوجوی وابسته به مجلس را سهم مردم دانسته و حمله به انبارهای دولتی فقط جهت رفع گرسنگی کودکان و خانواده را غیر ممنوع و آزاد اعلام میکنید. شما این پاراگراف، این جمله، این قطعه رو بخونید، برای من به فارسی ترجمه کنید. از صدمه زدن به اموال عمومی و خصوصی و قتل عام سران رژیم و مزدوران تا محاکمات ملی شدیداً خودداری کنید. احمق اولش میگه میریم حمله میکنیم، میاریم چیزا رو بیرون. حتی اینقدر قدزاده بنده خدا عقل نداره که بگه من با انگلیس صحبت کردم، قرار برنج تایلندی، برنج انگلیسی بیارم. میدونید که قدزاده با اینا صحبت کرده بود، قرار شده بود که برنج و ارزاق عمومی رو بیارن به مردم بدن، نه که برن انبارا رو بشکنن. خب خره وقتی تو اینو میگی، اونا وای میستن جلو انبارا با توپ و تفنگ تا آخرین قطره خونشون هم مقاومت بکنن. خب اگه این آقا مهران مطیع تهرانیه، دوستان خیلی علاقه، ولی اگه آقای مهران مطیع تهرانی اینو گذاشته، نه خیر، نوشته سرباز پیاده مهران مطیع تهرانی 5 سپتامبر 2018 اتاق جنگ از لندن، حتما این پشت توالتش هست موقعی که نمیدونم بالاخره بعد از تریاک مریاک اونجا نشسته. در صورت گروه های مسلح خودی، غیر خودی، ارتشی و سپاهی طرفدار پادشاه به فرمان پادشاه باشند. این حالا باز حتما خوشنودی اگه گیرش بیفته شروع میکنه مسخره کردن و دست انداختن، چون میدونید هر روز یک آدم دیوانه و روانی میاد که ادعای فرماندهی میکنه، ولی اینها معمولا همون حالا حرف خانم لیلا خانم، درست مثل ترامپ تا 10 تا قرص نخورن نمیتونن صبح از جاشون بلند شن، تا 20 تا قرص نخورن شب نمیتونه بره بخواب تو بغل همسرش اگه راش بده، چون میدونید این راش نمیده تو اتاق، یعنی چند مدت اصلا اتاق جدا. خب ببینیم دیگه به کجا رسیدیم، 11 دقیقه دیگه وقت داریم. اینجا براتون چی گذاشتم؟ ایران گیوت، براتون اینم بخونم و این عکس‌ها رو بالاخره من اون روز پیدا کردم و گیوت نه گیوت، اوکی ایران گیوت، ببینیم چی داده. بله اینم یکی دیگه نوشته می جنگیم می میریم پالان نمی پذیریم. اوکی ببینیم که این یکی رهبر چی میگه. تا دلتون بخواد رهبر داریم. آمریکایی‌ها وقتی اینجا مسخره میکنن میگن که ضرب المثلش هم مال سرخپوستان، میگن رئیس قبیله 1000 تا ولی افراد قبیله ای نداریم که دنبال اینا باشن. و اینم نگاه کنید با هم بخونیم، اینو میشه آقای زرابی برامون بگه که نوشته رحیم گلدار. خب خوبه الحمدلله ایشون چوپونه گلداره،
و نوشته بخشی از گزارش نخستین بزرگداشت روز کورش بزرگ گرداگرد آرامگاه نیروهای امنیتی پس از مشورت تلفنی با مسئولین خود به شرط متفرق بودن کاروان و بدون لباس. بله اوکی، پس این کاری با اون نشست پادشاهی ها نداره. منتظر باشیم آقای زرابی و دوستانشون نشستهایی که انجام میدن به زودی با اون ارتش اتاق لندن. و خیلی جالبه، رضا پهلوی خودش با زبون خودش ویدیوش موجوده، میگه شماها اگه طرفدار من هستید خفه بشین، هر کدومتون هی یکی یکی نگین من رهبرم اون رهبرم. یعنی اگه قرار من برنامه بذارم هنوز برنامه‌ای ندارم، یا اگه دارم اقلا هنوز نباید بگم. گوش کنید، میجنگیم میمیریم پالان نمیپذیریم. دوره فتلی شاه قاجار 2+8 سال جنگیدیم، گلستان و ترکمنچای بسته شد، آذربایجان و گرجستان از ایران جدا شد. دوره محمد شاه قاجار 11 ماه هرات را محاصره کردیم، انگلیسی ها خارک را اشغال کردند، افغانستان از ایران جدا شد. دوره ناصرالدین شاه قاجار انگلیسی ها تشر زدند، عهدنامه آخال بسته شد، عهدنامه گلدسمیت بسته شد، ترکمنستان از ایران جدا شد، بلوچستان پاکستان از ایران جدا شد، بلوچستان قسمت پاکستان. دوره رضا شاه پهلوی انگلیسی ها دستور دادن عهدنامه سعدآباد بسته شد، به عنوان سند صلح توجیه شد، توجیه شد یعنی برای مردم توضیح وارونه دادن. اروندرود را به عراق بخشیدیم، آرارات را به ترکیه، سرچشمه هیرمند را به افغانستان، و بالاخره دوره طلایی پادشاه ایران دوره محمد رضا شاه پهلوی ها پهلوی انگلیسی ها دستور دادند، تلویزیون ملی جشن و پایکوبی گرد و گرفت، بحرین استان 14 ایران را به وهابی ها آل خلیفه بخشیدیم، جزایر آریایی و زرکوه را به امارات بخشیدیم. حالا هی بشینید بگید پالان نمیپذیریم، آقا پالان رو پشتته، خبر نداری. اینم از این 8 رو هم من روشن کنم که تلویزیون مردم این وبسایتشه. دوستان اگه میخواین صدای برنامه ها رو وقتی در مسافرت هستین، جایی هستین که نمیخواین تصویر نگاه کنین، تازه تصویری هم نیست، یه نفر نشسته اونجا داره حرف میزنه، یا منم یا آقای مینویه یا آقای ارشاده، صدا مهمه. صدا رو به چند وسیله، تلفن، یوتیوب، مردم تیوی دات کام، فیسبوک میتونید داشته باشید. اگه وسیله جدیدی هم هست شما لطف کنید رو اون وسایل بذارید تا دیگران هم ببینن. بله آهان، کوان لیو یا لیو پدر کشور سنگاپور، from third world to first لی کوان ویو. آهان این به اصطلاح مرجع یا اون ایشون مستند گفته صحبتش رو آقای لادن درباره اون دیدار خاتمی با رهبران سنگاپور و اینها. من اینا اگه یه لینکی باشه پیدا میکنم. من هنوزم فکر نمیکنم، دلیلش هم بهتون میگم. اگه یه آدمی اینقدر با فکر بوده که کشورش رو از اونجا به اونجا رسونده، اگر رهبر یه کشور دیگه میاد ازش سوال میکنه، از لحاظ سیاسی اینجور نیست که به طرف بگه که نه شما نمیتونید به ما برسین چون ما به فکر امروز هستیم، شما به فکر فردا هستید. بعضی وقتا این عقل کوچولوی من اندازه گنجیش چیزایی که میگن آمریکایی‌ها میگن اگر به نظر درست نمیاد پس درست نیست، if it's too good to be true it's not true. اگر اینا رو بعدا صحبت میکنیم. خیلی ممنون، متشکرم که اینجا نوشتید. و دیگه چی براتون گذاشتم؟ اون شماره تلفن و رضا شاه و ایران گیوپ رو براتون خوندم. و ترامپ در این چند روز آینده اگر تا اون موقع سکته نکنه و نمیره و اینها، چون خیلی استرس روشه، قراره که توی مجلس شورای ملی، توی مجلس شورای ملی، توی سازمان ملل متحد که هی رفت اونجا گفت این نمیدونم راکت من و اینها، این دفعه قراره این رئیس جلساتی باشه. حالا رئیس جلسه هم این یه چیز معمولیه که یه دفعه از ایران میشه، یه دفعه از آفریقا میشه. ببینیم اینجا چه تاج گلی به سر خودش و به سر آمریکایی‌ها و چه گلی به سر ایرانی‌ها و گروهی که از ایران میان. ولی گفته ترامپ، گفته احتمال دیدار با روحانی را رد نمی کنم.
آماده مذاکره هستیم. ولی دوستی میگفت که آقا این میگه من مذاکره میکنم، ولی چی میخواد از ایرانی ها؟ دستا بالا، هر چی داری بذار زمین و برو. خب اونام نمیکنن، دوباره برمیگردیم همون جای اول. اینم از این. یکی دو تا از این نوشته هارم براتون بخونم یا خداحافظی کنم. تظاهرات دیشب در آبادان رو دوست ما از خلیج فارس فرستاده، گفتم اینا چی میگن، چون من اونجایی که بودم قبل از اینجا نمیتونستم صدا رو گوش کنم، فقط تصویر رو میدیدم. ایشون برای من نوشت که میگن احسنت آفرین. گفتم یکی دیگه تظاهرات میکنه، اینا میگن احسنت آفرین. تا موقعی که وجه مشترک نباشه بین تظاهر کنندگان به هیچ جا نمیرسیم. تا موقعی که کارگران اعتصاب و تظاهر نکنن به هیچ جا نمیرسیم. دانشجو تظاهر میکنه دو نفر خوشحال میشه، یکی دانشجو تعطیل میشه میاد بیرون، یکی معلم ها میرن راننده تاکسی و مسافر کش. پس بی خوده. اگر کارگرا اتوبوس واحد اگر کج پارک کنه تو خیابون اعتصاب کنه اون مهمه، والا شما برو اعتصاب کن، برو دور قبر کوروش. شما از این ور میگین قبر کوروش، من میگم مگه کوروش هخامنش چیز نبوده، زرتشتی نبوده؟ شما میگی چرا؟ میگم پس چرا قبر داره؟ میگه حالا من ببینید بهت گفتم نمیدونم. نمیدونیم، اشکال ما ندونستنه. این آقای نظامی قشنگ میگه، پرویز نظامی نیویورک، میگه اینایی که کم میدونن خیلی خطرناکن، مواظبشون باشین. البته الحمدلله ما همه از پشکل تا بمب اتم رو هم میدونیم، هم میشکافیم، توضیح میدیم، بعد اضافی رو میز تشریحش هم میخوریم. باز هم یه مدت دیگه هممون سبز میشیم از بمب اتم. پشکل هم که دیگه ماشاءالله تقویت همه جا هست. روز روزگارتون خوش، با امید دیدارتون دوشنبه. مواظب خودتون باشین. خانم لیلا میلانی حتما برنامه چهارشنبه رو برو نگاه کن، نظرات من رو درباره نظرات گوش کن، یه چند تا پیام بذار تا من از این پیام ها بتونم تو برنامه بسازم و جواب دیگران رو هم بدم. بله، اون دوستمون نوشته که خانم سیندی مکین، زن دوم مکین با اختلاف 18 سال. میگم خب خانم، اینا که تو آمریکا هستن، شما این اروپا و فرانسه و فلان اینها، این مرده رفته مادر خودش رو گرفته، کیه؟ معلم خودش رو گرفته، رئیس جمهور فرانسه. و همیشه معمولا همیشه اکثرا مردا اینجوری هم وقتی زنشون رو یا طلاق میدن یا فوت میکنه میرن یه زن جوانتر میگیرن، چرا نمیدونم، ولی الان تو ایران میگن رایج شده، خانما از آمریکا میرن پسرای جوانتر برای خودشون میارن. What goes around comes around. اون وقتا آقایون این کارو میکردن. یه دفعه رفته بودم یه جای شام بخورم، دیدم یکی از دوستان با یه بچه کوچولو، گفتم ماشاءالله نوتونه؟ گفت نه آقا، تازه رفتم ایران زن گرفتم، این بچه‌مه. ما هم همچین خجالت زده شده بودیم. مواظب باشید وقتی از یکی سوال میکنید. بریم برنامه آقای حسن ارشاد. بهتون گفتم برنامه این هفته یکی از برنامه‌های قبلیش هست و ببینید، نظر بدید روی فیسبوک، روی بالاترین، روی تلگرام، روی توییتر، همه جا هست. شما هم میتونید برنامه خودتون رو روی فیسبوک پخش کنید، با 10 دلار براتون روی فیسبوک میذارم، با 5 دلار اضافه روی بالاترین، با 5 دلار اضافه روی توییتر. اینی که بله خب خودم میتونم مستقیم پخش کنم، برو پخش کن. چند نفر بیننده داری؟ روز روزگار بر شما خوش، به امید دیدار دوشنبه. مرسی.